بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، 24 ماه ژانویه 2020. از واشنگتن با شما هستیم و برابر است با 4 بهمن ماه 1398. چند روز دیگه صبر کنید تا ببینید این دهه فجر و زجر و اینها امسال چی به خوردمون میدن و چی تحویل میدن و چه خواهد شد. خب ماجراهایی که گذشت، قاسم سلیمانی از اون ور ترور شد، بعد از اون ور ایران حمله کرد و آمریکایی‌ها به دروغ گفتن هیچ اتفاقی نیفتاده. همونی که من گفتم، آمریکا دروغ میگه، آخوندها دروغ میگن، اروپا دروغ میگه. من و شما چه باید بکنیم؟ از کجا اخبار صحیحی رو به دست بیاریم؟ بله، آقای جعفری هم اینجا هستن، یکی از دوستان مشترکمون متاسفانه فوت شدن، بابی. و من قبل از برنامه میخواستم از ایشون سوال کنم اگر مایل باشن پیامی بذارن در این رابطه. حالا امیدوارم یه وقت دیگه. و اون آهنگی بود که گلپا میخونه: خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط عشق برچیدند و رفتند. در صورت آمریکایی‌ها میگن rest in peace. و واقعیت این مرگ و اینها رو هم هنوز بشر با این همه میلیاردها سال، یا به قول مذهبیون 6000 سال، هنوز نتونسته بگه. ولی بهترینش همونه که خیام گفته که باز آمده کو که به ما گوید راز، و فکر امروز باش و نگران فردا نباش و کاری هم به دیروز نداشته باش. در همین رابطه زندگی ابو علی سینا، اون روز یه فیلمی رو داشتم نگاه میکردم به نام فیزیشن. این فیلم ها رو وقتی نگاه میکنید، شما فکر میکنید وقتی که اسم یه نفر به این مهمی رو میارن، شاید شما تا امروز دقت نکرده باشین، این لباسایی که رو توی مراسم فارغ التحصیلی میپوشن و اینها، این همون به اصطلاح ردا و عبایی هست که ابو علی سینا میپوشیده. حالا اون کلار هم به اون صورت میذارن و این منگول رو از این ور میندازن این ور اون ور، اونا دیگه چیزایی که بعدا طی گذشت زمان بهش اضافه شده و در هر جایی هم فرق میکنه. ولی کسی به نام ابو علی سینا که هم دانشمند بوده هم پزشک بوده و کتابش رو هنوز تا هنوز دارن استفاده میکنن بعد از 1000 سال، چون فکر کنم قرن 13 یا 12 بوده، در اصل یه فیلمی هست به نام فیزیشن. اگه وقت کردید حتما نگاه کنید. این رو بعدن من متوجه شدم که اینو به صورت رمان یا یه داستان نوشتن و تو اون حکایت یک مرد انگلیسی هست که سفر میکنه به اصفهان و اینها، و توی اون نشون میده که ابو علی سینا در کتابخونش در اصفهان میشینه اونجا و همراه کتاباش سوخته میشه. باز شایعاتی هست که میگن ابو علی سینا کتاباشو آتیش زده تا دانشش به دیگران منتقل نشه. ولی اون چیزی که تاریخ به ما میگه، ابو علی سینا اهل سفر بوده و به دلیل اینکه نمیخواسته با پادشاهان و اونایی که قدرت دارن به اصطلاح سر یه سفره باشن و دستشون به خون مردم آغشته باشه و اینها، سفر میکرده این برور میرفته توی دربار و اینها هم جا و مقامی داشته. ولی چون اهل سفر بوده، توی دستگاه دولتی نبوده، تا اینکه در همدان فوت میشه و همونجا هم خاکش میکنن. در صورت این داستان ابو علی سینا، کتاب قانون که خیلی جالبه، یک کتابی داره فکر کنم کتاب شفا هست راجب قانون نوشته، و یک کتابی داره قانون راجب شفا و درمان و اینها. اگه کسی مایل هست درباره ابو علی سینا و تاریخ درستری صحبت کنه، میتونه مهمون ما باشه. در تلویزیون مردم همیشه گفتم ما عاشق مهمون هستیم، شیرازی، مهمون نوازی معروف. ولی یادتون باشه هم ایرانی ها میگن، هم اینجا جادجودی میگه. جادجودی میگه مهمون مثل ماهیه، تازش خوبه، ولی همچین که بذاری بمونه چند روز بو میده، باید بره. ایرانی هم میگن مهمون مثل نفسه، دم و بازدم.
مهمون وقتی میاد شما بهت اکسیژن میرسه، خوشحال میشی، ولی اگه نگهش داری خفه میشی. همین الان امتحان کنید، ساعتتون رو نگاه کنید، ببینم چند دقیقه میتونید نفستون رو، اون دمتون رو در درون خودتون نگه دارید. تبدیل میشه به گاز کربونیک و میکشتتون. در هر صورت تلویزیون مردم، شما میتونید بیان مهمون باشین یک بار، دو بار، ماکسیموم سه بار دیگه حد اکثر، ولی بعدش وقتی میخوای بیای زنگ میزنی، میگی من سوربی دارم میام، نهار داری؟ منم اگه داشته باشم میذارم توی یخچال، میگم نه ندارم، فلان چی بگی بیا که عادت نکنی به مفت خوری. چند روز پیش با آقای بها اپری، هر وقت وقت داشته باشیم ما با هم کلکل میکنیم، چون خیلی اهل مطالعه هست، ولی متاسفم که اینو بگم چون میدونه من خیلی رک صحبت میکنم، امیدوارم به اصطلاح بفهمه که من دارم اینو از روی دوستی بهش میگم. میگن دوست اونه که اشکالتو بهت میگه، دشمن اونه که صبر میکنه بعدن میگه آهان میخواستم بهت بگم. ببین آقای ابهری چند روز پیش یک ایمیلی یا روی فیسبوک، دیگه این روزا ما نمیدونیم از کجا چی گرفتیم، واتساپ بوده، ایمیل بوده، فیسبوک بوده، مسنجر بوده، اسکایپ بوده، زوم بوده، دیگه خودتون بهتر از من میدونید. یه چیزی فرستاده بودن که میدونید اینجا یه سیستمی هست بهش میگن فاسترینگ یا فاستر هوم، فاستر کید. اینا کسایی که بچه‌هایی که به هر دلیلی، یا به دلیل قانونی، یا به دلیل جرم و جنحه و جنایت، و یا به دلیل چیزای تصادفیات معمولی، خونهشون خراب میشه، پدر مادرشون از بین میرن و اینها، اینا خیلی مثل ایران هم شنیدم الان اینجوریه، خیلی مثل ایران نیست، ایران قدیم نیست، فامیلا بیان تیکر کنن، از اینا نگهداری کنن. اینه که یه سیستمی درست شده، اینا رو میدن دست اون سیستم، و اون سیستم یه سری افراد رو داره که برای تمپراری، چی میشه؟ موقت، برای چند روز، چند ماه، موقت افرادی هستن که حقوق از دولت میگیرن. بعضی هاشون خب به خاطر نمیدونم خدا و پیغمبر و خوشنود بودن و اینا این کار رو میکنن، ولی بالاخره دولت هم حقوق بهشون میده که این بچه ها رو نگه دارن تا کسی پیدا بشه اداپتشون کنه یا جا و مکانی براشون پیدا بشه. آقای ابهری لطف کردن چیز فرستادن که اینا وقتی میخوان از خونه پدر مادرشون، از خونهی که هستن، از پرورشگاهی که هستن، از هر جایی که هستن میخوان برن به خونه فاستر هوم، خیلی وقتا اینا رو تو فیلم ها میبینیم، اینها توی این کیسه های پلاستیکی زباله وسایلشون رو میذارن و میبرن. ایشون پیشنهاد کرده که بیاین چمدون‌های کهنه‌تون رو نندازین دور، نزنین کنار خیابون. شما تو آمریکا وقتی میرین هر دو سه روزی که آشغالی میاد چند تا چمدون گذاشتن اینا، چون اینجا ارزونه، میخره، مسافرت که میکنه از لحاظ جا نگه نمیداره. یک، دوم اینها کپک میزنن، اون چی بهش میگن، ماجرایی که خیلی بد، یه جایی که تاریکه یا نم داره اون رشد میکنه، و حالا اسم انگلیسیش هم براتون میگم، ولی همین کپکه که اصلا از هیچی یه موجودات ساخته میشن، خیلی هم خطرناکه برای تنفس و اینها. اتفاقا همین دوست ما که فوت شد این مشکل رو چند ماه پیش داشت و خونش هم عوض کرده بود اینها، و میخواستم بهش بگم که خیلی باید مواظب باشی، آزمایش های مختلفی بری که این کپک و اینها نرفته باشه تو دستگاه تنفسی. و البته خب این بنده خدا مشکلات دیگه هم داشته که اتفاقا به دوستمون گفتم ما رو در جریان بذار، برنامه کفن و دفن و مموریال یاد بود و اینا کی هست، گفت ایشون چون خیلی به اصطلاح سنش برای مردن و اینها پایین بوده آتاپسی میکنن، یعنی کالبد شکافی میکنه پزشکی قانونی، به خاطر همین بعض وقتا چند روز، چند هفته، چند ماه طول میکشه. در هر صورت خوش آنان که رفتن. ولی برگردیم با آقای بها اپری. من برای بها اپری نوشتم که آقا این پیشنهاد شما مثل پیشنهادی میشه که چند ماه قبل یه آقایی که توی همین منطقه هم هست و من رو به خوبی میشناسه
نوشته بود که عروسک‌های بچه‌هاتون رو نندازید دور یا ندین به این سازمان‌های اینجا، بذارید ما افرادی رو پیدا می‌کنیم ببرن بدن به بچه‌های ایران. من برای اون آقا نوشتم آقا شما فکرش بکن، هر کی میخواد از اینجا بره ایران بالاخره فامیل داره، چند تا دوست داره، به غیر از اینکه خودش باید سوغاتی و اینها ببره و به خیلی هم اردر میدن حالا که داری میای اینو بیار و اینها، خیلی از دوستان و آشنا هم این قرصه رو ببر برای مادرم، این کپسولو ببر برای برادرم، اینو ببر برای فلان. پس این دوتا ساکی که داره این ساکش پره. حالا شما میای یه عروسکی مثلا سربی به شما میده، میخوای اینو ببری بدی به یه بچه ایرانی، اولا بچه های ایرانی خوراک خوب دارن، وسیله دارن، فقط عروسکشون کمه. ببینید این نشون میده ما جدا شدیم از جامعه خودمون، خبر نداریم. خب حالا این عروسک رو من میدم به شما، یه روز من با بلنشم بیام در خونه شما این عروسک رو بهت بدم، شما حالا این عروسک رو گرفتی یا باید خودت وسیله پیدا کنی پستش کنی؟ وقتی که دارو و مواد غذایی برای ایران نمیذارن پست کنی، من نمیدونم شما چجوری میخوای عروسک پست کنی. بمانه پست نمی کنی، میخوای ببری فرودگاه بدی به یک، میری تو صف از اینجا تا اونجا مردم وایسادن، یا میخوان برن ترکیه بعد برن ایران، یا میخوان برن هلند بعد برن ایران، یا میخوان برن آلمان بعد برن ایران، شما یکی یکی باید برشون داستان تعریف کنید که من و همسرم یه روزی نشسته بودیم داشتیم خوب خوراک میخوردیم، شرابی هم نوشیده بودیم، هوس کردیم، دلمون نمیدونم غربت و اینها زد تو مغزمون، هوس ایران کردیم، تصمیم گرفتیم یک جنبش بزرگ عروسک کهنه را بندازیم. حالا این عروسک شما میبری ایران، طرف یه نگاهی بهت میکنه میگه آخه مردک دیوانه، من اگه داداشتم بودم جا ندارم، حالا که نه داداشتم نه دوستتم از کجا بدونم تو این عروسک نمیدونم شما دوربین فلان نیذاشتی که همون چیزیه که برای آخوندها میخوان بفرستن و اینجا ممنوعیت و محدودیت داره. شما فکر میکنید وقتی من اینو فرستادم این آقا که قلبش برای ایران میتپه چه کار کرد؟ برداشت یه فوش به من داد، گفت آها من تو رو میشناسم، تو هم مزدوری هستی که تو رنگارنگ بودی. خب چشمت روشن که منو میشناسی احمق، مزدور که نمیاد تو تلویزیون بشینه خودشو به تو معرفی کنه. حالا بمانه ما اومدیم به آقا مولد، خیلی ممنون، این آقای خزایی گفت مولد، مرسی. بله مولد، دیدید همون کپک و یه چیزای سبز و قهوه‌ای رنگیه، یه جا میره میای. خود ما اینجوری شده بودیم یه مدتی، مثلا نمیری یه دفعه گذاشتی کنار گاراژ، بعد واز میکنیم اینه کپک زده یا مولد زده، خیلی خطرناک، یا اینجا خیلی شلوغش میکنن، میدونی؟ بمانه. خب حالا اون ماجرای اون آدم دانشمند، بیان سراغ آقای بها ابهری که خودش رو مردمی میدونه و مثل خودمونه، هیچ وقت با ما فخر نفروخته که دکتر ابهری، مهندس ابهری، یا هیچ. حالا چه میشم آقا من این چمدونو، شما برو دفتری که این کارا رو انجام میده، حالا اینا یا سوشال ورکرن یا شلترن یا بالاخره همون فاستر حالا ارگانیزش، برو نزدیکترین تو محلت بگو که من آقا میخوام 20 تا چمدون به شما بدم که شما وقتی میری این بچه رو دو بعد از نصف شب که پدر و مادرش با هم دعوا کردن، پدر معتاد، مادره نمیدونم زدنش، مادره میخواد بره تو شلتر، جا نداره، میخوان این بچه رو ببرن، این وسائلش رو، اولا این بچه بدبختی که توی این خانواده بزرگ شده چی داره، حالا وسائلش رو توی پلاستیک آشغالی نبره، توی یک کیف ببره. حالا بیاید نگاه کنید، مثلا سوربی یک کیف خریده، نخریده $30 از بازار چینیزا توی کانادا کالیفرنیا، یا نرفته از گودویل بخره یا از سالویشن آرمی بخره $10 $15، رفته این کیفای گرون چیه گوچی موچی فلان خریده $2000، ولی خسته شده ازش، اصلا خسته نشده. انقدر سخنهای آقای بها ابهری تأثیر گذاشته که سوربی این چمدون یا کیف $2000 رو میخواد بده به این کودک فاستر. فکرشو بکنید،
این چندونم آقای ابهری ما فرستادیم برای آقای ابهری، آقای ابهری برده داده به اون سازمان، اون خانم یا آقا گذاشتن توی چیز جا دادن، اینا رو چیدن رو هم دیگه. حالا یکی بهشون زنگ میزنه آقا اینجا دعوا شده، پدره مادره رو گرفته، اینم میره بیمارستان، اون میره زندان، این بچه باید بره یه جایی. آقا صبر کنید، چیزاشو نریزید تو سطل آشغالا، تو چیز زباله پلاستیک آشغالی، صبر کنید، ما داریم با کیفه. بگید این کیفای گرون چی اسمش؟ 5000 دلار، 2000 دلار، 3000 دلار. ماشاءالله همه خانمای ایرانی دارن. خلاصه تا این بیاد، این مشکل این بیچاره بچه فاستر هوم همینه که وسائلش توی اون کیسه سیاه زباله نباشه و این کیف پرادا، پرادا فیلمایی هم ساختن تو اون کیف حمل بشه. خب فکر میکنید حالا آقای بها ابهری به من چی جواب داد؟ گو آقا باختی، برو 20 تا کیف بخر بفرست بیاد. میگم آقا کجا باختم؟ قرار شد شما بری به اون دفتری که آقا من فامیلم اونجا کار میکنه، دوستام اونجا کار میکنن، خودمون برنامه داریم برای اینایی که شلتر هاوس آوردن باهاشون مصاحبه کردم. شمایی که به من میگی ویدیوهای منو دیدی، فکر میکنی همه باید ویدیوهای شما رو ببینن، شما برو اون ویدیوها رو ببین، اومدم دربارش صحبت کردم، روزایی که فان ریزینگ بوده هم رفتیم، هم قبلش اعلام کردیم، هم بعدش هم اومدیم اسامی رو گفتیم، به دیگران هم گفتیم برید کمک کنید. ولی کمک نه اینکه چمدونای نمیدونم گوچی و فلانتون رو بدید به این بیچاره‌ای که میخواد بره و وسایلش تو اون نباشه. خلاصه ایشون گفت بله شما باختی، 20 تا چندون برام بفرست بیاد. گفتم گذاشتم تو چک برات فرستادم. داره چی بگی آخه به دوستت؟ میدونی آقایون خانم ما اگه میخواین کاری انجام بدید، فکری میاد تو مغزتون، این فکر رو اول با خانوادتون، اگه زن دارید شوهر دارید با زن شوهر، بچه دارید با بچه‌تون، ندارید یا دارید با اونا گفتید، دوم با دوستانتون در میون بذارید. آقا من امروز اگر به دوستم آقای جعفری بگم وقتی شما رفتی آکشن یه ماشین بنتلی برای من بخر، میگه بنتلی 100000 دلاری میخوای یا 2000000 دلاری میخوای؟ اگه بهش گفتم من 2000000 دلاری میخوام، حرف اولش اینه که آخه مرد ناحسابی، میخوای از کجا پولشو به من بدی؟ بعد میگی میخوای اینو کجا پارک کنی؟ بعد میگی باهاش کجا میخوای بری؟ این دوست برای اینه. ولا تا یه فکری رسید آقا چقدر خوب میشه. بذارید من یه شوخی که جدی هست بهتون بگم. من بچه بودم دیگه، بابام هم راننده کامیون بود، این کامیون ماکای قدیمی جنگی سبزی بود 1940 ساخته شده بود، اینا خیلی ماشینای کوچیکی بود، 6 چرخ. و تو ایران هم دیگه چرخ‌ها رو بزرگتر می‌کردن، 1224 و ماشین 6 چرخ که مثلا باید ماکسیمم 10 تن بهش بار می‌زدن، می‌کردنش 15 تن 16 تن. این ماشین‌ها ما رو با وجود که دو تا گیری بوکس داشت و دنده عوض می‌کردن و بلد بودن چجوری ماهرانه، واقعاً ایرانی‌ها راننده‌ها ماهر، پاکستانی‌ها هم همینه، افغانی‌ها هم همینه. حالا بعد براتون میگم که یه نفر اینجا باهاش صحبت می‌کردم، DOD Department of Defense، گفت ما میریم پاکستان و لبنان آدم استخدام میکنیم که بیان اینجا روی ماشینای مخصوص و هواپیما و هلیکوپترهای وزارت دفاع کار کنن. گفت ما نداریم، ما اینجا بچه‌هامونو میفرسیم مدرسه، دیدین دیگه هنرپیشه‌ام با تقلب پول میده، بچه بره دانشگاه موفق بیاد بیرون، بعد کجا میخواد کار کنه؟ کار نره اون نیست، از اون ورم اینا دنبال مکانیک میگردن، دنبال کارگر میگردن، کارگرم برای اون شغل نیست. این وسط هم یه دیوانهی به نام ترامپ میاد که همه عمرش کسافتکاری کرده. الان برید تو فیسبوک من نگاه کنید عکس اون دختر 13 ساله‌ای رو که میگه این پیرمرد وقتی با من بوده میگفته من از تو خوشم میاد چون تو مثل دخترم میمونی. میدونید که اصلا این بارها تو رادیو اینا هم گفته بوده که دوست داشته با دخترش باشه و بمانه، که اون آقا رو هم کشتن تو زندان که الان برادرش داره دولت آمریکا رو سو میکنه که آقا این همه دوربین و دستگاه و اینا، شما این برادر من که میخواست گند همه رو بالا بیاره چجوری کشتید و سر به نیست کردید که بعدا ماجراش پیدا میشه. خب یک دیوانه ای مثل این میاد
میگه من همه مشکلات دنیا رو میتونم حل کنم، که خودش یکی از مشکلات بزرگ این دنیا و این جامعه است. چرا؟ چون از این جامعه درآمد درآورده، مالیات نداده، از این جامعه پول قرض گرفته، از بانک ها پولا رو بالا کشیده. اینا باعث میشه اونها، شمایی که میخوای بری یه ماشین بخری 10000 دلار، حتما از آقای بیژن جعفری بخر، والنتاین موتور کارشون درسته، و بری با این ماشین کار کنی، بری سر کارو بیای، اونها یقه شما رو میگیرن، میگن حالا شما با 14% 15% چی بدی؟ میگه آقا 2% 3%. میگه بله، این به خاطر اونایی که بد حساب بودن، شما باید بیشتر بدی. حالا این آمده میگه من تمام مشکلات رو حل میکنم چنین و چنان، که امروز آمریکا به اینجا رسیده که روز سوم به روایت یا روز چهارمی هست که دارن این آقا رو در مجلس سنا استیضاح میکنن. ولی انقدر غیرت و وجدان و شرف وجود نداره تو این نماینده های مجلس سنا که دنبال این هستن که اینو تبرئه کنن. البته باز برگردیم با اون کامیون و اینا براتون بگم، یادم نره. من وقتی بچه بودم میدیدم خب این بابای ما بنده خدا با یک نگرانی این بار رو مثلا گذاشته، حالا میخواد از شیراز 1000 کیلومتر بره تهران و حالا چه سختی میکشه و اینا، بعدم میرسی به یه جایی نمیدونم کولیکوش. کولیکوش میدونی یعنی کولیا جون سقط هستن، سرما و گرما رو خوب میتونن تحمل کنن، ولی این گردنه انقدر بده که حتی کولی هم اونجا میمیره. گردنه کولیکوش که اتفاقا یه دکتر جلیل عماد هم اونجا جلو زن بچهش گرگا خوردنش. بمانه من چون بچه بودم و اصلا تکنیک راه و ساختمان و ماشین اینا رو بلد نبودم، فکر میکردم چقدر خوب میشد که از شیراز تا تهران یه سرزیری ملایم می ساختن. اینجا این بابای ما که بار می زد قشنگ ماشین رو ول می کرد، اصلا لازم نبود روشنش کنه. به قول دوست اون آقای افراسیاب نصیری تو دنده وسط، این می رفت قشنگ تهران، از تهران هم یه سرزیری درست می کردن به طرف شیراز. حالا شما فکر کنید اصلا همچی چیزی امکان داره؟ اونایی که مهندس ساختمون هستید شما به من بگید که مثلا اگه اینجا شیراز باشه اینجا تهران باشه، دوتاشون هم تو یک سطح باشن، ما بخوام با یه زاویه با یه گرید خیلی کمی 1000 کیلومتر بریم که حرکت کنه فقط ماشین وای نسه، اون چقدر گود میشه از اون و این چقدر گود میشه. بعد فکر کنید این فکر سوربی که مثل فکر بها ابهریه، که مثل فکر اون آقایی است که جنبش عروسک کنه میخواد درست کنه، ماشینا رفتن از شیراز به تهران، حالا توی یه گودالی هستن، حالا که اینا رو میاد بالا میاره بالا این بار رو. مثلا یکی از بارا ریشه مک بود، شیرین بیان بهش میگن، یا پتروشیمی شیراز، این کی میاره این بالا، یا از تهران نمیدونم چی میآوردن به شیراز و اینا. این نشون میده که این مغز پرورش پیدا نکرده. حالا چرا به ما میگفتن آموزش و پرورش؟ خیلی اسم قشنگی بوده. در حالی که به شما آموزش میدن، شما رو میپرورانن. من پرورش نداشتم، بچه بودم، نمیفهمیدم. آقای بها ابهری نمیدونه که آقا شما در سیستم فاستر هوم و اینها هر قدم کمک کرده باشی نمیدونی خیلی از اونایی که کمک میکنن به اینها والانتیر یا داوطلب هستن. شب خوابیده، بچه های خودش رو خوراک دادن خوابوندن، یکی بهش زنگ میزنه میگه مثلا نمیدونم خانم اسمیت بلند شو، شما که تو این محله هستین برو توی فیرفکس، یه بچه پلیس اونجا وایستاده، کارت تو بهش نشون بده، بچه رو میدن به شما، ببر فلان شلته. حالا این بلنش بیاد دفتر اونجایی که ما کیفا رو دادیم، کیفای قشنگ، اونم سوربی چه بذل و بخشش کرده، کیف 2000 دلاری رو داده، بگه وایستید تا من با اون کیف بیام. ولی گوش نمیدن که هیجان زده هستن و دنبال کارهایی که میبینید بعد از 40 روز 40 سال به هیچ جا نرسیده. تو برنامه قبلی اگه بعد وقت کردید برید نگاه کنید، یه دوستی از این آقای اسلامی پرسید شماها که اینقدر تجربه دارید وقتی جدا شدید از سازمان مجاهدین چرا نرفتید سازمانی چیزی درست کنید؟
من گفتم آقا اجازه بده من جوابش بدم، این بنده خداها چه تجربه ای دارم، سازمان مجاهدین چه تجربه ارزشمندی توی این 50 سال پیدا کرده که بتونه به اعضایش منتقل کنه و اون عضو امروز بتونه بیاد به صورت مستقل یه سازمانی باز کنه. تازه اگه باز کنه ماکزیمومش میخواد سیستم رجوی رو پیاده کنه. چه سیستمی؟ همه تون زناتون رو طلاق بدید، بدید به این آقا، همه تون نمیدونم جوراب اینجوری بپوشید ولی خودش موهاش هم تو این سن سال هنوز رنگ میکنه که دیگه الان 13-14 سال هیچ خبری ازش نیست. در صورت این ماجرای گفتگوی من و آقای بها عبهری بود. بعدم بهش گفتم اگه خواستی بیا، یه دلیلی به من گفت که امروز نیست و اینها، ولی دیدم که در آخر قسمت برنامه مجاهدین جدا شده آمده بود، حالا اگه دوست داشت یه وقتی بیاد در این رابطه صحبت کنه. این از این ماجرا. و اما هادی خورسندی، این کمدین خوب و شاعرمون که از قدیم الایام اون مجله طنز اصغر آقا و بعدم که الان دیگه طی این 40 سالی که مهاجرت کردیم و اینا همه با کاراش آشنا هستید، در رابطه با حمله ایران به آمریکا و این ماجرای چند هفته گذشته یه شعری رو به زبان عبید زاکانی و اون داستان موش و گربه گفتن که حالا اگه من براتون پیداش کنم میذارم بگن، ولی نوشتم برای آقای مانی خورسندی که آقا به هادی بگو شعر رو زود گفتی، باید کمی صبر میکردی تا ماجرا روشن بشه، که هنوز هم روشن نیست، هنوز ماجرای این جعبه سیاه باقی مونده، هنوز ایران میگه ما اون امکانات رو نداریم که جعبه سیاه رو بخونیم، از اون ور میگه ما به شماها اعتماد نداریم و فرانسه میخواد، انگلستان میخواد، کانادا میخواد، آمریکا میخواد، ببینیم چه خواهد شد. ولی اصل ماجرا اینه که من با یک دوستی به نام آقای فلاح، نه این دوستون آقای فلاح که فروشگاه مشحسن رو دارن، یه دوست دیگه الان اسمش کوچیکم یادم نیست، چرا ما میگیم اسم کوچیک، اسم اول، اسم دوم ها، چون بعد که نمیگیم اسم بزرگ، میگیم اسم فامیل. خب شاید هم چون فامیل بزرگه ولی من یه نفرم کوچیکم. بماند توی آلمان هم اگه اشتباه نکنم فکر کنم میگفتن فورنامه، اینجا میگن فورنا، یا میگن فرست نیم اسم اول، لاست نیم اسم آخر. بماند این آقای فلا آمد نوشت که آها من نوشتم که همه دروغ میگن، آدم نمیدونه به کی اعتماد کنه و اینا، ایشون نوشت که آقا آمریکا نگفت که کسی، گفت که آمریکا دروغ نگفت، گفت کسی کشته نشده. گفتم شما هیچ جا دیدی که نوشته باشه 11 نفر مجروح، که تازگی بیشتر هم شده، و اونم مجروح کانکاش چیز میگن، ضربه مغزی، این فوتبالیستا هست میدونن مثل گاو میزنن به هم دیگه، اینا بعضی وقتا میافتن و بهشون میگن ضربه خیلی قوی مغزی، که بعضی وقتا اینا توی سن 40 سالگی اینا فلج میشن، چند تاشون مغزشون رو اهدا کردن که روش آزمایش کنن و به خاطر همون هی کلاهای چیز میپوشن، ضربه میگن با کلا نمیتونی بزنی به هم دیگه، هی دارن قانونا رو سخت‌تر میکنن و الی آخر. در هر صورت گفتم به مانی خورسندی، به داداش بگو که این برگرد و این موش و گربه هایی که ردیف کردی دوباره عوض کن و اون ور ماجرا را هم بگو که آمریکایی که در جهان اینجوری قلدری میکنه، الان ایران یک کاری کرده که با این موشک های پلاستیک، میگن چی میگن پلاستیک، نه با این رفته زده و خرابی خیلی زیاده. حالا عکسا که اومده بعدن من فهمیدم، چون اول خود منم حتی به اشتباه گفتم که ایران به عراق اعلام کرده بوده، عراق هم با آمریکا گفته، آمریکا آمریکایی‌ها رو برده بوده بیرون، اینا هم زدن بیرون و نمیدونم فلان، آقا همچین بیرونی هم نبوده، زده داغون کرده. اگه کسی لینک و عکس داره بذاره توی فیسبوک تا دیگران ببینن و اگه کسی up to date information داره، چون میدونید یکی از کارهای دیکتاتور اینه که همه اطلاعات رو میبنده. الان شما نگاه کنید نزدیک به یک ساله که دیگه شما این
ریپورت‌های روزانه، گزارش‌های روزانه کاخ سفید رو نداری، گزارش‌های روزانه پنتاگون، سازمان دفاع یا سازمان جنگ آمریکا رو نداری و اینجوری میتونن دروغ بگن. ولی با همه اینها هنوز نوری در تاریکی این تونل هست، اونم همین فریدم آف سپیچ و اون به اصطلاح آزادی روزنامه نگاری اینا هست که اونم میخوان محدود کنن، ولی تا امروز نتونستن. اونا این ور اون ور خرارها رو میارن و همین امروز که من با شما صحبت میکنم، اگه اشتباه نکنم 1,000,000 نفر توی واشنگتن دارن تظاهرات و راهپیمایی میکنن و خود من دیشب توی اون کلیسای بزرگشون بودم، عکسایی هم دارم، حالا اگه بتونم نشونتون میدم. و این اونجا هم از 5:30 عصر این برنامه یاد احیای ایران افتادم، از 5:30 عصر این برنامه بود تا 7 صبح، ساعتهای مختلف، آدمهای مختلف، کشیشهای مختلف، اینا میدونیم پدر روحانی دارن، آرتیشوف دارن، بیتیشوف دارن، مسخرهشون میکنم من. و اینا هی به نوبت اومدن صحبت کردن و آهنگ خوندن و آواز خوندن و قراره برای بچه هایی که دنیا نیمدن نگران باشن، جلو سخت جنین و اینا رو بگیرن، ضمن این که یک کسی نیست بهشون بگه آقا بیا شما نگران همین بچه هایی که آقای بها ابهری میگه فاستر کید، همین بچه های بی سرپرست آمریکا، همین بچه هایی که اگه اشتباه نکنم از هر 4 تا بچه توی آمریکا یک بچه شب گرسنه میخوابه، به فکر اینا باش. حالا به فکر این نباش که این چی میگفت، خلق انسان من علق، اون علق یا یه انقدری که نمیدونم مایهی آمده و رفته در بدن اونو حالا تلف بشه و شما اینو بگید نه این انسانه، انسان شمرده میشه، که سر اونم بحثا و گفتگوهای زیاده، اون یکی میگه از نمیدونم روز چندم، اون یکی میگه از ماه چندم و نمیدونم. من خودم درباره این ابورشن یا سقط جنین فکر میکنم اگه غیر قانونی بشه که به وسیله همین ترامپ و یاران احمقش بیشتر و بیشتر شده، این از توی درمونگاه های تمیز و بیمارستان های تمیز و بهداشتی میره توی کوچه پس کوچه ها و به دست فالگیر ها و با حتی میگن اینجا میگن با هنگر، این چوب لباسی هایی هست که با مثل یه نوار چیز میمونه، چی بهش میگیم، سیم فلزی، با اینا سخت جنین میکردن. حالا نمیدونم، در صورت همین ماجرای آزادی و فریدم آف اسپیچ و اینها هم اینجا هست. از آقای شیرزاد جلیلی تشکر میکنم که وقتی من هفته پیش درباره، دوستان باور کنید یه ویروسی اینجا هست، منظورم این اورنج ویروسی که تو وایت هاوس، نه یه ویروسی تازگی اومده، حالا اون ویروس کرونا هم نه، کرونا بیچاره اسم آبجو، حالا اسم یه ویروسی شده که گویا از چین از یه شهری آمده و فیلماشو میبینین که توی فرودگاه توی هواپیما میان دماسنج میذارن اینجا دیگه شوت میکنن تو پیشونیت ببینن اگر، و همینجوری هم که شما راه میری این کامپیوتر و اینها نشون میده که این آقا 37 درجه بدنش نشون میده، این یکی 38 درجه، میارنش کنار نگه میدارن فلان اینا. خلاصه مطلب این که به حدی من گلوم درد میکنه که نمیتونم درست صحبت کنم و میخواستم اول برنامه بیام بگم دوستان من میخواستم برنامه بذارم و 2 تا مهمون امروز قرار بود داشته باشم، یکی آقای فرزاد نیساری که ایشون دیشب برای من نوشت که سفری که داشته طولانی شده و نمیتونن به موقع برسن، بذاریم یه وقت دیگه که اگه دوشنبه باشیم کار انجام میدیم، و یکی هم آقای امیر حسین لادن که ایشون هم گفت که براش یه کاری پیش اومده و نمیتونه، و من هم منتظر، وقتی هم گفتن خر لنگ منتظر هوش، که حالا که این دوستان نیستن منم بیام و بگم که منم مریض و بیمارم و نمیتونم برنامه داشته باشم، ولی لازم دونستم درباره این جنبش های نمیدونم عروسک کنه و جنبش های کیفتو بده برای بچه فاستر هوم اینا کمی صحبت کنم. حالا ما همیشه گفتیم جا رو
یا دعوتنامه رو باز میذاریم برای دوستانی مثل آقای ابهری که اسمشون رو گفتیم و اینها، ایشون هم بیاد صحبت کنه تا اون طرف ماجرا رو هم شما بشنوید. شاید ایشون همیشه گفتم از یه بودی از یه جایی صحبت کنه که من شما نمیدونیم. این کی آقای رحیم رشیدی؟ آقای رحیم رشیدی این دوستی که ما چند بار باش مصاحبه کردیم. ببینید دوستان، این چیزی که نامه باز میکنن، من اگه اینو به شما نشون بدم بگم این چه رنگیه، شما میگین سفیده. من از اینجا فریاد میزنم مگه کوری، مگه احمقی، نمیدونم این قرمز و آبی و فلان و بیساره. این داد و بیدادای ما همش سر اینه که شما از اون ور نگاه میکنی، من از این ور نگاه میکنم. یه جوکی هم هست میگه از اینجا اینجوری به نظر میرسه. اگه یکم دوتامون به هم نزدیکتر بشیم و این رو بذاریم اونجا که قابل دید هر دو باشه، هم شما اون سفیدی رو میبینی و هم این آبی و قرمز رو میبینی و هم من میبینم و هم دیگه نزدیکتر میشیم. اینم از این ماجرا. آقای ابهری هم بیاد و صحبت کنه ببینیم چی میشه. بله، هفته پیش وقتی داشتم راجع به آقای نوریزاده صحبت میکردم، آقای شیرزادم دو تا یا سه تا پیام گذاشتن و گفتن آقا این نوریزاده که ما بهش میگیم دروغزاده، اصلا وقتت هم تلف نکن. گفتیم چشم. اینم از این ماجرا. خب، ماجرای هادی خورسندی و شعر رابطه به هم در رابطه با حمله ایران رو اگه کسی دوست داره یا لینکش رو داره اینجا بذاره. و برای من جالب بود، هادی معمولا از موقعی که رادیو تلویزیون‌های مختلف برنامه داره و اینها، شعرهای خودش رو خودش میخونه. حالا دیگه بعضی از دوستان هم میرن شعرهای اینها رو برمیدارن میخونن. به نظر من این کار مسئله رو یه مقداری بیمزه و لوس میکنه. دوستان بین رابطه لوس و لوس، بین کلمه لوس و لوس رابطه هست یا نیست؟ من نمیدونم حتی اگر هر دوش یه جور نوشته میشه یا نه. و اما ماجرای پیر زن 90 ساله‌ای که مسافرکشی میکنن، اونایی که توی فیسبوک ما رو تعقیب میکنن یا دنبال ما هستن با این خبرهایی که ما میذاریم، و شما میتونید این کار خیلی ساده انجام بدید. میان توی صفحه ما اونجایی که میگه دوست بشید، اگه زدید گفت 5000 تا بیشتر داره، توی مردم تیوی، توی فیسبوک مردم تیوی میتونید اونجایی که میگه فالو، دنبال کن، اونو کلیک کنید و به اصطلاح ما وقتی خبر میذاریم برای شما اتوماتیک وار میرسه اون خبر. بذارید ما با هم این ویدیو رو نگاه کنیم. اولا من این عکس رو بهتون نشون بدم، اونایی که فکر میکنن چی شد که این آقای پولدار، آقای اپستین، حیف کلمه آقا که بهش بگیم، چی شد که این کشته شد توی زندان با وجود مراقبت هایی که میشه. این عکس ها رو وقتی نگاه میکنید اون داستان های چرا رو توضیح میده. این ترامپ با این دختر، دستش رو نگاه کنید تا کجای کمر این دختره، و این همه اپستین باز با این دختر، و این دختره 13 سالش بوده. میگه دونالد ترامپ تاید اند ریپ می، تاید وقتی که میبندن یه چیزی رو، میگه که مثلا دست پایی رو میبسه، اینایی هم که مرضای جنسی دارن یه نوع لذتشون هم همینه، دست پای اینو میبسته و بهش تجاوز میکرده و میگه به من میگفته چون تو شبیه دختر خود ترامپ هستی. خب این بوده ماجرا. آقای امیر نعمت الله گفته که خب شما بپرسید که این دختر 13 ساله با این آقایون چه کار میکرده و توی قصر این چه کار میکرده و اینا. من در همون برنامه هایی که در شلتر هاوس و اینها بود، یک خانم آمریکایی آمده بود راجع به این صحبت میکرد که دختر 13 ساله شو از توی مدرسه این گنگ MS-13 کلکش زده، فریبش داده، بردتش، بعد اینا وقتی پیداش کردن و گذاشتنش تو خونه با اسلحه اومدن از خونه بردنش. یه چیزی هست دوستان به نام Human Trafficking، یعنی قاچاق انسان. حالا این قاچاق انسان، یه سری رو قاچاق انسان میکنن برای کارگر میارن، یه سری رو قاچاق انسان میکنن میارن بهشون میگن برده های سکسی،
برای سکس و اینها، مثل همون کاری که داعش کرده بود، مثل همون کاری که اون یک چیز دیگه اسلامی تو آفریقا این کاری کرده بود برده بود، یا همین ایزدیای بیچاره رو برده بودن اینها. این تعجب کردن وقتی که این دوست ما آقای امیر نعمت الله سوال کرده بود که این دختر 13 ساله اونجاست. آقا دختر 13 ساله یک کاری میکنه، موهاش یه رنگی میکنه، یه چیزی میگه، سیگار میکشه، بابا مامانش میخوان تنبیهش کنن، بهش میگن تو یه هفته مثلا تلفن نداری، در پنجره رو باز میکنه فرار میکنه. این که فرار کرد رفت تو خیابون، تو خیابون اون موقع شب کی هست که اینو ورداره و خانه و کاشانه ای بده؟ آقای بها ابهری با فاستر هوم و با چیفای 2000 دلاری که وای نزدن اون موقع تو شب، کیا هستن؟ پمپ بهشون میگن. پمپ به زبون هم فارسی جاکش و پا انداز و اینا میشه، اونا هستن. افراد خانما و آقایون دیگه هستن که تن فروش هستن، اونا هستن. معتادین هستن، مواد فروش ها هستن که اونا از خداشون اینا بیان. همین ویرجینیا، همین فیرفکس یکی از آمارهای بزرگ هیومن ترافیکینگ رو داره که میگه دختره رو گرفتن بردن، مواد بهش دادن، یک هفته توی هتل نگه داشتن و توی هتل هی مشتریای مختلف میفرستادن. اینا بدبخت اونجا به حالت مثل نزدیک به کما افتاده بوده و بعد پلیس رو بیاد و بره. و خیلی وقتا به من و شما به عنوان شهروند میگن اگر چیزی دیدید مشکوکه حتما خبر بدید. اینم از این ماجرا. و اما پیرزن 90 ساله بیام تو فیسبوک داشتیم میرفتیم پایین، قیافه نحس این ترامپ رو دیدیم، توقف کردیم. یه قبل از اینکه به اون پیرزن 90 ساله برسیم، حتما شما هم دیدید توی اینستاگرام، توی تلگرام که با لهجه‌های مختلف شهرستان‌های مختلف افراد میان ویدیوها رو پر میکنن، فوش میدن، فحاشی، که من میگم آقا خانم اتفاقا شما با این کارتون دارید تبلیغ میکنید برای آخوند، نشون میدید که آقا نگاه کن چقدر آزاده، طرف فوش میده ویدیوش هم میذاره، آخوندم میره اونو میگیره. حالا این یه ماجراست. صدا خیلی بده، ولی من عمدن این صدا رو کم نمیکنم که شما ببینید کسی که اینجوری با شور و هیجان صحبت میکنه، بعد در مراسم اون قاسم سلیمانی و اینها چجوری عوض شده و یه دفعه میخواد خامنه ای حکم جهاد بهش بده و این بره و چیز کنه. ببخشید اگر صدا بالا هست و ایمجین که حالا اگه من به شما نگفته بودم و این فیلم رو یه دفعه میدیدید چه حالتی پیدا میکردید. یکم اینجا و اینه، شما نابودمون کردین، هیچی دیگه برامون نذاشتین، الهی خر نبینین، دیگه خسته شدیم، دادمون باید فریاد بزنیم، با مردم بریم بیرون، ما پیر مردا دیگه ما از جان گذشته شدیم، با خدا خسته شدیم، به پیغمبر خسته شدیم، بس دوزیاتون، بس دیگه چقدر میخوین دوزی کنین ما تا کی؟ السلام علیکم ملت ایران. خواهش میکنم رهبر عزیزم، رهبر جان، فقط یه دستور کوچیک بده برای جنگ آمریکا، پیش رازش ما بریم، ما پیرو مردا اولین جنگجوی هستیم، با خدا قسم، قسم میخورم انتقام سردار سلیمانی از این نامردای آمریکا میگیریم، اسرائیل رو نمیذاریم آروم بشینن. خواهش میکنم فقط یه دستور کوچیک بده رهبر عزیز، انتقام سلیمانی ما باید بگیریم، کسی نمیگیره، فقط خوزستانی ها، چون بزرگترین انسان از دست دادیم. اینا خیال کردن فقط قاسم سلیمانی هست، نه، ایران همش قاسم سلیمانیه. یه دستور کوچیک بده، خواهش میکنم رهبر عزیزم، یه دستور کوچیک بده که ما بریم به جنگ آمریکا، بریم انتقام قاعد نابود. دوستان، این شما هم حتما داستانای شنیدید که در زمان مصدق صبح مردم اینو میگفتن، از اونو میگفتن و همین ماجرای انقلاب همه اونجوری بودن، 98 نمیدونم اینقدر درصد گفتن جمهوری اسلامی، آری الان به هر کسی که میگی میگه ما نبودیم، فلسطینی بودن، فلان اینها. اینه، من اتفاقا برای آقای لادن نوشتم که
اون مقاله شما رو خوندم و یه عکسی هم هست که نوشته ما نه به بچه های رفسنجانی اطمینان میکنیم نه به میر و اینها. میارم عکس رو بهتون نشون میدم و ایشون البته توضیحاتی دادن که حالا اگر یه وقت به اصطلاح در برنامه آینده خواستید در این رابطه صحبت میکنیم. این آقا رو دیدید شما چجوری از گرونی و دزدی و اینها شکایت میکرد، ولی از اون ورم داره گریه میکنه که به من بگید و من میرم سراغ قاسم سلیمانی. حالا این وسط ببینید بعضی وقتا این نادانیه اینایی که مأمور گمرکن، مأمور مرزن، پلیسن، فلان، اینها چه دردسرایی برای من و شما درست میکنه. و درست این شد همون کاری که اون بن لادن میخواست، یعنی آمریکا را مثل کشور من و شما کنه، مثل میدلیست کنه، مثل خاورمیانه کنه، همه به هم مظنون، همه گناهکارن تا ثابت کنن بیگناهن. چون وقتی ما اومدیم اینجا اولین چیز که یادمون دادن این بود که شما بیگناه هستی تا موقعی که در دادگاه ثابت بشه گناهکاری، ولی اینجوری نیست اصلا. الان شما گناهکاری تا وقتی هم گناهکاری گرفتنت، حالا ثابت کنی بیگناه هستی که اون موقع هم که گرفتنت امکانات و دسترسی تو اینا محدوده. یه آقای رانندهی از کانادا به آمریکا رانندگی میکنه، این خبرش حالا بعد بهتون نشون میده، و گویا یک بچه نوزادی هم تازگی داره و اینها. خب کسی که نوزاد داره با امید بیشتر میخواد کار بیشتری انجام بده، پول بیشتری ببره و اینها. و این رانندگی بین کانادا و آمریکای ایشون دچار ماجرا شده. ماجرا چیه؟ تشابه اسمی. اسم این آقا قاسم سلیمانیه. بعد از اینکه زدن قاسم سلیمانی رو کشتن، کسی که لب مرز وایساده تا دیروز اصلا نمیدونست قاسم سلیمانی کیه، حالا که این آقا میخواد رد بشه میگه اسم قاسم سلیمانی، نه بیا اینجا. 7 ساعت نگهش داشتن، بعدم با بار برش گردوندن بره اونجا. حالا دیگه چقدر ضرر میکنه و چند ساعت اگه کامیون خودش باشه که چقدر ضرر میکنه، اگه راننده باشه که چقدر ضرر میکنه، ممکنه حتی شغلش از دست بده. اینا اون چیزایی رو که دوستان احساسی میشن، فکر میکنن این بیچاره مانو که خدا بخشیان عقب افتاده بود، هی میگفت پلنگ شیردل کیه، این ترامپ شیردل، ترامپ هم بگو ترامپ شیردل. اونایی که احساسی هن نمیدونن که یک کسایی به خاطر قوانین اشتباه اینها داره زندگیشون تلف میشه. اون مقاله رو براتون میخونم، میدونم میدونم. بریم سراغ این خانم 90 ساله‌ای که در ایران به احتمال زیاد در تهران داره رانندگی میکنه. چرا میگم در تهران؟ فکر میکنم هنوز خانواده های توی شهرستان ها بیشتر، نمیخوام بگم با غیرت ترن، بیشتر اهمیت میدن به همدیگه که کسی که 89 سالشه 90 سالشه 6 تا بچه داره، هم دختر داره هم پسر داره، اینجوری مسافرکشی، حالا یه تاکسی هرچی نمیدونم، چرا اون کار کنه بعد اون بچه تو خونه بیکار باشه؟ جالب اینه که مثلا همین دوستمون سعید نوشته که سهم بازنشسته های ایران از نفت و سرمایه های ملی مملکت تو حلقوم ایناست. سعید جان ببین، شما میدونی من با شما تو خیلی چیزا موافقم، ولی عزیز من همین آمریکا، من چند مدت پیش بعد از اون ماجراهای سقوط اقتصادی و اینها یه آقایی رو دیدم که داشت گاری مال جاینت رو پوش میداد. منم ماشینمو که پارک کرده بودم گفتم این بیچاره تو این سربالایی چند تا گاری رو، منم وایسادم کمکش پوش دادم برم بالا برشم، توضیح دادم که یه چیزایی اومده با برق پوش میده و اینها. بعد گفت من اصلا این کارم نیست و من تمام بازنشستگیمون توی اون توی اون مارکت از دست دادم و حالا مجبور شدم بیام اینجا ساعتی 8 دلار این کار رو انجام بدم. آقا شما فکر میکنید آمریکا از لحاظ منابع طبیعی که همون ریسورس میشه، نچرال ریسورسز، کمتر از کشورهایی مثل عربستان و افغانستان و ایران و کویت و اینها داره؟ چرا اینجا به من و شما پول نمیدن؟
آقا من نمیخوام بگم توجیه کنم این کار آخوندها رو، از اینکه اینا احمقن، از اینکه اینا دزدن، از اینکه این پولا رو خرج جنگ و خرج خودشون و آقازاده ها میکنن حرفی نداریم، ولی یه چیزی هم مثل که با ما ملت رانگه، یا یه چیزی چی میگن، یه جایی انجینمون سه کار میکنه. شما این خانم پیرزن رو نگاه کن، من از رنت و اجاره تو ایران خبر ندارم، ولی همینقدر میدونم و میتونم بگم که کسی که 1,000,000 یا 1,500,000 اجاره میده، 6,000,000 چی میگفتن برای خونه که میذاری، اینجا میگن دیپازیت، سپرده میذاری، این یه خانم تنهای 90 ساله که به این گزارشگر میگه نه با دخترش زندگی میکنه نه با پسرش زندگی میکنه، این یه عدداییه که نمیخونه. آقای مصطفی زاده کجا هستی؟ نمیخونه. حالا بیاین بریم سراغ این پیرزن 90 ساله مسافرکش که به خدا برای رسیدن مرگش التماس میکنه. ببینیم با هم. اینم رفت این و رفت به یوتیوب، اینم میخواد تبلیغ بهمون نشون بده. Those prices are good for today only. که بله اینجا تا اومد روی یک ثانیه میزنیم بره. اینه بله، یه ماشینی هست، اجازه بدید من تصویر رو بذارم. 1310 میشه چقدر؟ نه 89 سالم یا 90 سالم دارم با این کار میکنم، کلنجار میرم، تازه نمیرسونم، زندگی رو نمیرسونم، کسی هم به داده ماها نمیرسه، فقط پولدارا خوب شدن. چرا 6 تا بچه دارم؟ و بچه هاتون چی کارن؟ بچه ها مثل خودم بدبختن دیگه، اونا هم ندارن. شما فکر کن شما بچه من باشی، اینا اینقدر مملکت خراب شده که هر کی میتونه اندازه شکم خودش دراره. شوهرتون فوت کرده؟ فوت کرده. چیکاره بود شوهرتون؟ بیکاره، یه عرقخور بیکاره. اگر یه کاره بود که من این سرنوشتم نبود. ماشین مال خودتونه؟ مال خودمه، نه مال شوهرم. ماشین دارم نون میخورم. آها. من دارم مسافر کشی میکنم. شما کجا میخواییم بریم؟ من میرم این بر. بریم. تحصیلاتتون چیه؟ من ولی یه مقدار انگلیسی بلدم، چون تو هتل هیلتون کار میکردم. خب؟ هتل هیلتون که شاه اونجا تاج گذاری کرد. یه مقدار تو خارجی ها بودم، چیزای بلدم، حالا یادم رفته. سیکل زمان قدیمه. آها. چرا از هتل اومدیم بیرون؟ بیرونمون کرده. پول بهتون دادن؟ نه، فقط اخراجتون. چند وقت تو هتل کار میکردین؟ من 10-15 سال کار کردم، به زمان بازنشستگیم نرسیده بودم. یعنی بازنشستگی نه؟ نه نه. چند سال شوهرتون فوت کرده؟ خیلی ساله، 20 ساله، 20 سال 25 ساله. مستاجرین؟ مستاجرم تقریبا. چقدر اجاره میدی؟ من 1,500,000 6,000,000 دادم. کجاست خونتون؟ همین تو همین براست. سرپرست نیستم، ولی وقتی بچه ها مشکل دارن مشکلشون منتقل به من میشه دیگه. به بچه هاتون هم کمک میکنی؟ بله. خب دوستان شما نظرتون چیه؟ مخصوصا چون میبینم الان خانم نایر قربانی هم اینجا هستن و ایشون یکی از اونایی بودن که نوشته بودن و اعتراض کرده بودن. ببینید این خانم خبرنگار نشسته ازش این پرسش، شما چند سال برای هتل هیلتون کار کردی؟ میگه 10-15 سال، 8 سالی میشون. میگه که چقدر اجاره میدی؟ میگه 1,000,000-1,500,000. یه نفر به من بگه 1,500,000 اجاره توی تهران برای یه خانم 89 ساله که روزم تمام روز داره رانندگی میکنه درسته یا غلط؟ 6,000,000 هم سپرده داده، چون بعض وقتا شما یه پولی میدی، مثلا 10,000,000 میدی دیگه اجاره نمیدی، رهن میگفتن بهش. نه بله، ببینید اشکالمون اینه، 6 تا بچه داره، خودش میگه شوهر من بیکاره و عرق خور بوده. چه
چرا این بچه هاش نمیان کار کنن، این بشینه تو خونه؟ حالا که این ماشینه هست، که این کارم که هست، که چون این داره انجام میده دیگه، اینجا عذر و بهانه نیست. این بره بشینه تو خونه، اون آقا پسرش که احتمالاً میشینه و از تلویزیون شهرام همایون و اینو این قرصای نمیدونم فلان گنده کن و سوراخ تنگ کن میخره. بابا جون عزیز من، یه فیلمی من دیشب دیدم، یه آقای هست فریدون یا فردین یا همچیزی، خیلی هم من از خوشم نمیاد ولی بعض چیزایی که میگه درست میگه، داشت راجع به این شهاب حسینی و دلیلی که گفته توی نمایشی فجر شرکت میکنه، جشن فجره نمیدونم مال فیلم و ایناست، صحبت میکرد. بعد گفت که بابا من خبرنگارم، میرم یه خبری رو پیدا میکنم، میام میگم، مینویسم، شما فوش به من میدید. آخه ملتی که به خبرنگار فوش میده، ملتی که به هنرپیشه فوش میده، که همین هنرپیشه رو تو خیابون میبینه وای میسه باهاش عکس سلفی میگیره، ملتی که میگه این آخوند پدر سوخته چرا به ما آزادی نمیده، آقا خودت تو به من آزادی نمیدی، خودت تو به این یکی آزادی نمیدی، خودت تو به اون یکی آزادی نمیدی، خودت تو به همسرت آزادی نمیدی، به دخترت آزادی نمیدی، بلند میشی جمعه با دوستات میری کجا؟ میری پرسپولیس و تاج نمیدونم چی مسابقه دارن، استقلال و تاج نمیدونم مسابقه دارن. آقا نرو، تا اگه نری بگو من هر جا این دخترم نتونه بره منم نمیرم. کی میره اون 100,000 تا رو پر میکنه؟ افغانی هستن؟ فلسطینی هستن؟ این آقای عطابکی میگفت که من خودم تو میدون ژاله بودم، دیدم فلسطینی ها آمدن با چپیه و لباس فلان، لباسشون عوض کردن، لباس ارتشی پوشیدن، حمله کردن به مردم. آخه ببینید، و این آقا میخواست رئیس جمهور ما بشه. آقا خب این اینجوری، اون اونجوری. بابا شهاب حسینی اومده گفته تو کشوری که ما این همه مصیبت و فلان داریم، وقتی هم یه برنامه هست ماها باید ازش استفاده کنیم، بیان اگه میخوام حرفی هم بزنیم اونجا حرف اونو بزنیم. مگه اینجا تو جایزه اسکار این آقای رابرت دنیرو نمیره بگه فاک ترامپ؟ خب شما برو اونجا حرف بزن، بلنگو برنامه زنده است، آزاد حرفتو بزن. خونه با 6 میلیون پیش توی تهران پیدا نمیشه مگر شهرستان باشه. خب حالا من دارم اینو از شما پرسم، شما فیلمای خانه قمر خانم یادتونه زمان شاه؟ اونایی که یه خونه بود دور تا دور اتاق بود، فیلمی که فیلم گوزنها توش پر شده بود یادتونه؟ بهروز وثوقی اون خانومه که رقاص بود چی بود که با هم زندگی میکردن، یه اتاق داشتن اون یکی، یه اتاق داشتن اون یکی، یه اتاق داشتن اینا، که اصلا معروف شده بود هر خونه‌ای که اینجوری بود میگفتن خونه قمر خانم. خب آقا این خانمه که بعد میگه خونت کجا؟ میگه همین دور برم، همین دور برم. آقا خونه شما کجاست؟ خونه من نمیدونم میدون سپه، خونه من خیابون، من تهران بلد نیستم ولی شیراز بلدم، خونه من خیابون نادره، خونه من خیابون بریجستانه، خونه من خیابون نمیدونم دوران، شهید عباس دوران. این اشکال داره. بعد اینو طرف قسم میده تو رو به هر کی دوست داری برای دیگران بفرست. میگم خب خانم آقا این همه فرستادیم چی میشه؟ چی میشه؟ یکی تو به من بگی. اینم شد مثل همون کیفه که شب طرف میخواد بره، زشت نباشه که وسائلش رو توی پلاستیک زباله از این خونه ای که نمیدونه به ناکجا داره میره براش کیف. بله خیلی ممنون. آقای مو برگ یا برج میگه که آقای سوربی برای گلو درد یک لیوان آب به یه مقدار کم سرکه سیب دو بار در هر 4 ساعت بنوشید، خیلی مؤثر است. باور کن من نیم ساعت قبل تصمیم گرفتم که امشب بعد از اینکه مسواک زدم و اینها یک آب نمک رقیق درست کنم و باهاش قرقره کنم. دوستان نگید قرقره، قرقره غلطه، درسته برای خیاطی، قرقره اینم به خاطر صدایی هست که وقتی شما آبو میگیری و اون هوا، اینم چه تکنیکیه، اون هوا رو میزنی خطر قرقره میگنش قرقره، قرقره بکنم که این تمیز باشه. مخصوصا ماها که یا افرادی مثل من که لوزه شون عمل کردن و لوزه ندارن،
چون میگن لوزه زنگ خطره برای سرماخوردگی و ویروس و میکروب و اینها، اونایی که از راه دهان و گلو میخواد وارد بدن بشه. خب این هم از این. خب آقای سیاوش محمدی، شما که خبر دارید و این فیلم رو دیدید، چی میگی؟ پیرزنی 89 ساله در هتل هیلتون زمان شاه کار کرده، 10-15 سال 8 سال کار کرده، انداختنش بیرون هیچی بهش ندادن، انگلیسی بلده، رانندگی تاکسی میکنه، 6 تا بچه داره، اون بچه ها به غیر از این که نمیتونن زندگی خودشونو به چرخونن، از این خانم هم میان پول میگیرن. این درسته؟ جامعه تو هر شرایطی میخواد باشه، این درسته؟ اگه درسته خب ادامه بدید، بفرستید ما براتون پخش میکنیم، تا هممون عادت کنیم به زار زدن، گریه کردن، نق زدن. آقا پول نفت من کجاست؟ دیدید دیگه، رأی من کجاست؟ میگم شما رأی دادی، میگه نه. میگم خب رأیت تو جیبته، دست بکن تو جیبت. میگه آخه تلویزیون ها گفتن رأی ندید. میگم خب کسی که احمق به حرف تلویزیونی که لس آنجلس نشسته گوش میکنه، حالا احمق تریشو نشون میده، میاد تو خیابون میگه رأی من کجاست؟ نمیدونم، یا من اشتباه میکنم یا من اشتباه میکنم، چون زورم به شما که نمیرسه. خب ببینیم دیگه اینجا چی گذاشتیم. زندگی ابوعلی سینا رو از کسی خواست و فکر کنم ماجرای کالبد شکافی و اینها هم در اون زمان ها بوده و طبق اون فیلمه که بعدن فهمیدم این نمیتونه بر اساس، میدونید بعضی فیلم ها هست میگه based on true story، یعنی بر اساس یک داستان حقیقی ساخته شده، بعضی وقتا از یه چیزی رو ازش گرفتن باقیشو خودش چیز کرده. و من تعجب میکنم که اینا اسم ابوعلی سینا رو توی این فیلم اینجوری آوردن و یه نفر از انگلستان بلند میشه، نمیدونم چند مدت تو راه تو خودشو میرسونه به اصفهان و اینها و داستان اون فیلم اینجوری عوض میشه. و یکی از چیزاش هم نشون میده از همون زمانها دانش و علم پزشکی با این آخوندا و این بنیادگرا و فناتیکا در جنگ و جدال بوده و اون همون آقای انگلیشمن که میاد میخواد کالبد شکافی کنه و اینها اعتراض میکنن، به خاطر همینم دادگاهیش میکنن. میگه که مصاحبه باید از روبرو بشه تا مشخص بشه طرف چه صحبتی میکنه، از پشت حتی میتونه صداگذاری باشه. حالا به غیر از اون که کاملا شما درست میگی، مخصوصا اگه برنامه تلویزیونیه، شما وقتی من از روبرو دارم با شما صحبت میکنم میتونی تشخیص بدی که دارم دروغ میگم، دارم راست میگم، دارم عصبانی هستم، تظاهر میکنم. شما کاملا درست میگی، این خبرنگاری که رفته نشسته تو ماشین اینجوری، خب اینا با هم قرار مداری گذاشتن، اینا آشنا هستن، شناختنش، خب بشین یه جایی قشنگ مثل آدم، حالا بعدم میخوای رانندگیشو تو شهر و بوق زدن و اینا رو نشون بدی، بعدم قشنگ دوربین بذار اون عقب چیز کن، ولی طرفو بشین باهاش مصاحبه کن و 4 تا سوال شما ازش بکن، بهش بگو مگه ما دوران شاه نفت نداشتیم؟ شما چرا مجبور بودی تو هتل کار کنی؟ چرا اون موقع حقوق بهت نمیدادن؟ مگه برای هتل هیلتون کار نکردی؟ هتل هیلتون که یه شعبه بوده از هتل هیلتون اینجا، چرا شما رو بدون بازنشستگی، بدون اون بازخریدی و اینا انداختن بیرون؟ اشکال زیاد بود تو این فیلم. خب خیلی ممنون دوستان، اگه لطف کنید این برنامه ها رو برای دوستان خود هم شیر کنید، به هر دو صورت، اگه مخالف من هستید بفرستید برایشون بگید این دیوانه چی میگه، اگرم موافق من هستید بگید بیاین این هم نگاهی دیگر. من فکر نمیکردم بتونم تا ساعت 3 حتی دوام بیارم، چون میگم امید من این بود که آقای فرزاد نیساری بیاد 15 دقیقه 30 دقیقه صحبت کنه. حتی بها ابهری رو گفتم بیاد، ولی گفت جمعه ها، حالا شاید خودش بعدم بهتون بگه، کاری داره که نمیتونه بیاد. و بعدم فکر میکردم که مثل هفته های قبل آقای امیر حسین لادن میان و وقتی ایشون صحبت میکنه خب منم بالاخره میشینم و گوش میدم و اینها. در هر صورت
نشد. همه اون گفت طرف با شیشه عسلش فکر میکرد اینو میفروشم، نمیدونم کندوی بیشتری میخرم، اونو اینجور و اینا میبرم شهر و بعد پولدار میشم و اینا. از ذوق پاش خورد به این شیشهی که عسل بود، افتاد و شکست و نرسید به اون آرزوها و آرمانها و خواسته هاش. ولی رومی، جلال الدین رومی، به نظر شما ترکه یا ایرانی؟ یه دوستی هفته پیش به من گفت که آقا یه ترکی به من گفته که این جلال الدین رومی ترکه، به دلیل این که قبرش هم الان اونجا از کجاست این؟ اتفاقا توی ترکیه وقتی رانندگی میکردم میدیدم، بعدم مینویسه رومی، ببخشید اینو میگم، یه جورایی هم مینویسه کنی، منظورش قونیه و اینا هست، اینجوری نوشته. خب که البته با اون شایعاتی که درباره شمس و مولوی و اینا هست، من به این دوستم که 4 روز 5 روز باشون بودیم گفتم که آقا اینجا هم که به شوخی نوشته رومی کونی، بمانم رومی ترک است یا ایرانی؟ آقا هر کی ازتون پرسید کتاب روم مولوی و شمس و اینا رو به دستش بگو آقا شما مال کجا هستی؟ میگی مال استانبولم. بگو اتفاقا اونم مال استانبول بود ولی این کتاب رو بخون. میگه نمیتونم. بگو خوب تا نمیتونی فعلا اون شعره بود، گفت پس فعلا خفه، تا اون زمان خفه. اینم از این ماجرا. و اما ویدیوهای دکتر ایرانبومی، یادتونه من از اوائلی که آشنا شدم با آقای دکتر شهرام ایرانبومی به ایشون پیشنهاد کردم که این ویدیوهاشون رو یه جورایی درست کنن، ردیف کنن، که ما بتونیم به صورت کوتاه و مفید و مختصر برای شما پخش کنیم، تا اگر شما هم همون مشکلات قانونی رو یا همون پرسش‌های قانونی رو داری اینجوری جوابگو باشی. این کار بالاخره انجام شد به کمک یکی از دوستانی که رادیو دارن، این کار انجام میدن به نحو خیلی قشنگ. و من هم سعی میکنم الان مثلا 4 تا ویدیو از ایشون دارم، سعی میکنم یه برنامه از آقای ایرانبومی، یه برنامه سوربی، یه برنامه آقای ایرانبومی، یه برنامه کانون آوا، یه برنامه ایرانبومی، یه برنامه آقای حسن ارشاد. ضمناً آقای حسن ارشاد هم این هفته برنامه شماره 254 رو برای شما فرستادن، چون ایشون هم مثل که سرما خورده بود هفته قبل. و آقای خزائی میگه که متولد بلخ افغانستان است. حالا اون موقع شما به من بگو افغانستان و بلخ جزء کجا بوده؟ تاریخ و مخصوصا افراد مشهور مثل انیشتین، مثل ادیسون، مثل همین آقای کیه مال شرکت تسلا، ایلان ماسک، که این مردکه نادان ترامپ تو مصاحبه که تو سوئیس کرد آبرو خودشو برد. خب همه دنیا که میدونن این سواد نداره، نه از جغرافی میدونه، نه از تاریخ میدونه، نه از اخبار روز میدونه. و برید ببینید چی میگه راجب این آقای ایلان ماسک. خب این هم خودش معروفه، هم مادرش معروفه و اینها. و اینم از این ماجرا، اصلا نمیدونم درباره چی داشتم میگفت. آها، ماجرای بلخ و افغانستان. این مشاهیر جهان مال همه دنیا هستن. شما نمیتونی بگی که انیشتین مال آلمان بوده. خب باید به آلمانیا بگی اگه آلمان شما خوب بود که اون ول نمیکرد بیاد اینجا. پس این مال دنیا بود، آمد اینجا و اینها. شایعاتی هم هست درباره انیشتین، اونم مثل ادیسون یه کمی کلاهبردار بوده و چیزای دیگران رو به اسم خودش مینوشته و اینها. اینا رو برید توی اینترنت گوگل کنید. متاسفانه اشکال گوگل اینه که شما حتی اگر اسم باباتونم بنویسید و گوگل کنید یه چیزایی میاد که اصلا واقعیت نداره. اتفاقا یه فیلمی رو مجاهدین راجع به تلویزیون مردم و اینها درست کرده بودن، میخوام به این آقای ترشیزی بگم آقا آخه شما، آقای فیلابی، اون آقای پرهام، اینا واقعا وجدان و شرفتون کجا رفته؟ خجالت بکشید شما مثل این سناتورهای ریپابلیک. شما بیاین بگید آقا ما که این سوربی رو میشناسیم که این برای شما مجانی کار میکرد، این مزخرفات چیه شما نوشتین؟
ولی متاسفانه وقتی فرقه‌ای میشی اینجوری میشی دیگه. و من بهتون گفتم بارها، شما تو ماشین دوستتون نشستید دارید میرید، دوستتونم خیلی خوب رانندگی میکنه، یه بچه‌ای داره با دوستاش صحبت میکنه، با دوچرخه میاد میزنه به ماشین شما، شما میای از ماشین پایین میپرسی که اوکی هستی و چطوری نشده، این دوست شما این بچه رو میگیره زیر مشت و لغت، با وجودی که شما میدونید حق با دوستتونه، ولی چه کار میکنید؟ وای میسید رو روش میگید آقا خب این بچه که عمدن که نیومده بزنه به تو. تصادف یعنی چی؟ یعنی چیزی که با برنامه پیشبینی نشده اتفاق میفته، تصادف کرده. حالا اگه خسارتی هم هست، بیمه هست، دادگاهی هست، ولی الان مسئله مهم اینه که این بچه ببینیم صدمه دیده یا نه. اینا اینجوری نیستن. فکر بکنید شما چقدر لو لایف، یعنی پست فطرت باشی که وقتی این دوستت زد به این بچه، حالا بیای پایین دوتا نرخر این بچه رو زیر مشت لغت بگیرید. مجاهدین این کارو دارن میکنن. البته من اون بچه نیستم، من اگر تنها هم هستم بلدم از پسشون بر بیام. از پسشون بر اومدنم همین که اینا اینجوری الان تو آب داغ افتادن مثل قورباغه بالا پایین میپرن، همین نشون میده که اتفاقا اثر گذاشته و اینا انقدر احمقن که با این کارشون من رو جری میگفتن ها، یا مصر میکنن که به این کار ادامه بدن. در صورت که اگر هیچی نمیگفتن، من بعد یه مدتی به این دوستان میگفتم خب آقا دیگه هرچی هم بوده اومدید گفتید 5 ساله، ولی میبینید که ریزش ادامه داره و هر کسی هم جدید میاد هی داستانهای جدیدتری رو میگه. حتما برنامه کانون آوا مال امروز رو هم نگاه کنید. سلام میکنم با آقای یزدانی. آقای یزدانی یاد روزایی که با شما میرفتیم این کاتولیک یونیورسیتی عکس و فیلم و اینها میگرفتیم، دیشب من اونجا بودم و تا صبح اینا احیا داشتم توی اون شراین زیبا یا بالستیکا چیه این، من همیشه فکر میکردم اسم این کلیساها اینجوره. وقتی رفتم ترکیه دیدم اونجایی که ستونایی داره و مثل تالاره، مثل حال بالستیکا، اتفاقا دفترش آوردم که نشون بدم امروز، ولی توی چیز مونده، توی ماشینم مونده چون دیشب خیلی خسته بودم. تلفنم اصلا کجاست؟ تلفنم توی اون اتاق مونده. گو آقا دو روز دیگه هم دنبال سرت میگردی، ولی شکر خدا فعلا سرت با گردنت وصله به بدنه. در صورت دیشب دیروز وقتی من اونجا بودم یاد شما بودم، چون ما این افتخار رو داشتیم چند مدتی با ایشون همکار باشیم و با هم همراه باشیم. و بله یاد اون دوستانی که کاوه سرداری و یوری و آقای عباس و اینها بود. و دیشب هم هوا خوب بود نسبتا، جای شما خالی. خب دوستان عزیز ببینید که یه برنامه هست در یک رستورانی اینجا، اگر اشتباه نکنم فکر کنم افغانی باشه رستوران، ولی بذارید من اینو پیدا کنم تا مطمئن باشیم و از روی حدس و گمان نگفته باشیم. کجا هست؟ همش جا به جا میشه این چیزا، چیکار کنیم؟ بله نوشته بودم سوال و فرستاده بودم، حالا تا اون پیدا بشه میتونم پیداش کنم. یکم صبر کنیم. ملت میخندن حالا میگن آقا این چه جور برنامه ایه؟ نمیدونی تلفنت کجا؟ نمیدونی دفتری که دیشب آوردی کجاست؟ خب میرسیم به اون شعر. میگه در بیخبری ای دوست آقای یزدانی، صد مرحله من پیشم، شما بیخبر از دنیا، من بیخبر از خیشم. تلفنم نمیدونم کجاست، دفترم نمیدونم کجاست، عکس نمیدونم کجاست، ولی این رو براتون پیدا میکنم بهتون نشون میدم. چون 14 فوریه که فکر کنم جمعه باشه میشه روز سنت یا امام والنتاین، والنتاین، و میتونید برید این رستوران. و آقای حامدم یکی از دوستان قدیمی ما اونجا برنامه داره، من حامد و خانوادش رو میشناسم، از اون و همسرش و خانوادش رو میشناسم و هر دو طرف آدمای خوبی هستن. حالا اینجا این عکس رو من براتون بزرگش کنم و اینجا نشون بدم. من این رستوران رو تا حالا نرفتم. نوشته
پرژن تمپرن والنتاین دی بامیان. بامیان بامیان افغان کوزین، بله دیگه جای شکم نیست و حتما این چیز هست، افغانی هست. اجازه بدید یه برنامه گذاشتن اونجا که این عکس رو من جا به جا کنم بهتون. اینجا شد نشد چی شد؟ آها اینه، یکم ساب کنید پیدا بشه کمرای سه. بله این هست. آقای حامد تو برنامه های مختلفی بودند و خیلی قشنگ برادن برنامه اجرا کنن و به اصطلاح مجلس رو گرم کنن. و این شب والنتاین فرایدی فبروری 14، درست گفتم جمعه، تصادفاً یه چیزی رو درست گفتم. این آقای دکتر پارسا بناب همیشه وقتی یه سوال میکردیم میگفت که شما تصادفاً درست گفتی، گفتم ما فقط تصادفاً ممکنه یه چیزی رو درست بگیم، معمولاً غلط میگیم. این را هم براتون اینجوری دو قسمتش کنم که بزرگ اندازه صفحه ما بشه. این مسئله صفحات و فرمت و اینها هم یه مشکلی شده که من یکی هنوز نمیدونم چجوری حلش کنم. میگه که starting at 8 p.m. 8 شب تشریف بیارید اونجا، شبی به یاد ماندنی با بوفه کامل غذاهای لذیذ، چای، دسر با موزیک زنده و دی جی، ورودی نفری $45. خب این برنامه زنده است، دی جی هم دارن دیگه، نور علی نور. از اونورم سیامک همشهری ما اونجا براتون کیبورد می نوازد. این هم شماره تلفنشون، یه قسمت پایینش رو به شما نشون بدم. از اینجا حامد رو که دیدیم، حالا بریم اینجا. بعد میگه اگرم میخواین میز وی آی پی داشته باشید، من بعض وقتا میپرسم از این اون وی آی پی یعنی چی، میگن very important people یا very important person، میگم اتفاقا منم وی آی پی هستم، البته من very important person هستم. بله، live music dinner buffet featuring Hamed with Siamak on keyboard and DJ $45 per person. قیمتش هم بد نیست دیگه، شام و نمیدونم موزیک و اینها، اونم شب والنتاین. بله بعد نوشته اگه میخواین VIP table اون $600 برای 10 نفر هست که میز VIP برای 10 نفر با شاخه گل رز قرمز و نفری یک گیلاس شراب می $600. خب درسته دیگه، این گل رز بخوای بخری $4-5، شراب بخوای بخری $8-$15، اینجوری بهتره. اگر 10 نفر هستید وی آی پی بخرید، اگر هم کسی خواست میتونه ما رو هم دعوت کنه ما بیایم اونجا اگر سر کار نباشه. شماره تلفن تماس، اولا اینا توی فالس چرچ هم. فالس چرچ خیلی نزدیک به ویرجینیا، به واشنگتن و داخل این جاده کمربندی است. هر جا باشید به اونجا نزدیکید، آرلینگتون باشید، الکساندریا باشید، اناندل باشید، و من اولین جایی که زندگی کردم تو آمریکا همین فالس چرچ بود. و شماره تلفنشون هست 703-231-8739. پس بیایم و برنامه رو ادامه بدیم با شما دوستان خوب که خوبیتون رو ثابت کنید با حمایت کردن از ما. گفت دوست آن باشد که گیرد دست دوست، شیرازی ها مسخره میکردن میگفتن در خیابان های زند و داریوش. شعر خیلی قشنگه که در موقعی که احتیاج داری و اینها و اونها بماند. بذارید ما یه سری هم اینجا بها ابهری رو نوشتیم، اینو دیگه خط بزنیم. ویدیوهای دکتر ایران بومی رو گفتم، بهشون تبریک میگم. به اون آقایی هم که برنامه رادیویی رو اجرا میکنه تبریک میگم، خیلی با سوالات خوب و به جایی برنامه رو به اصطلاح قوام بخشیده و دوام بخشیده. یک بار دیگه خدمتتون میگم که امروز 24 ژانویه 2020 بود، چون دیگه داره تموم میشه، و برابر با 4 بهمن 1398. و اما رئیس پلیس راهور ناجا، این هم تمام تلاش، خیلی ملت بدبختی هستیم، اینجا داریم ما زور میزنیم سلامو بگیم درود، اونجا اونا دارن زور میزنن سلامو بگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا ما زور میزنیم دو تا کلمه آمریکایی یاد بگیریم، اونجا زور میزنن دو تا کلمه آمریکایی رو که به زور اومده توی فرهنگمون عوض کنن. نمیدونم به کامپیوتر بگن رایانه، رایانه که طرف گوه آقا من کامپیوتر رو با یارانه اشتباه میکنم، کدومش رو میدن کدومش رو میدین، یه چیزای اینجوری شوخی ساخته بودن. بله این راهور یعنی چی؟ این یعنی پلیس راهنمایی و رانندگی. راستی یادتونه چرا ایرانی که همه چیزاش تقلید بوده از کشورهای دیگه، از اون ژاندارمری گرفته از فرانسه بوده، از این پلیس گرفته از اروپا و آمریکا بوده، یه دفعه ما دو نوع پلیس داشتیم، یکی شهربانی بود یکی پلیس راهنمایی و رانندگی. من یه دوستی داشتم موسا بود، میگفتم آقا پلیس بودن تو هم که به درد عمد میخوره. میگفت چرا؟ میگفتم نه باتون داری نه اسلحه داری. میگه آقا من پلیس راهنمایی ام، یه کمربند سفیدی داشتن و اینا، اونم آدم خیلی خوبی بود. بله و رئیس پلیس راهور ناجا گفته که دوستان توجه کنید، هر نیم ساعت یک نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست میدهد. اونایی که خیلی نگران قاسم سلیمانی شدید، اونایی که خیلی تو سر خودتون زدید برای هواپیمای اوکراین و ایران و فلان اینها که واقعا هم مصیبت بود، هر نیم ساعت یک نفر جون خودش رو توی تصادفات از دست میده. یعنی 24 نفر در روز، یعنی یک هفته که 7 روزه، 7 و ضرب در 20 کنید میشه 140، 7 و ضرب در 4 کنید میشه 28، 168 نفر در تصادفات میمیرن. حالا این ماجرای زورگیری ها با چاقو زدن و اینا نیست، ماجرای دعوا ها نیست، فقط تصادفات که این میخواد بپیچه جلو اون زودتر برسه. دوستان راجع به رانندگی بهتون بگم، خب من بعضی وقتا به خاطر کارهایی که انجام میدم اتوبوس های بزرگ میرونم، کامیون های بزرگ میرونم، و شما اگه وارد باشید با همه تکنیک هایی که درست کردن، ترمز های خیلی خوب، جک بریک، نگاه دارنده اینها، ریتاردر، و باز شما میبینید که توی جاده ها این کامیون ها این اتوبوس ها یه فاصله زیادی رو جلوشون میذارن. این را هم اونی که خوبتره بیشتر بر اثر تجربه میگه ماشینم چقدر سنگینه، سرعتم چقدر، بیشتر جا میذاره. اون وقت من احمق، شما نه، شما که خیلی راننده خوبی هستی، من احمق، زن و بچه و نوه‌ام تو ماشینه، نگاه میکنم کجا یه کامیون داره میره، نگاه میکنم کجا یه اتوبوس داره میره، جلوی این جای خالی من میام میپیچم جلوش، و تا رسیدم جلوش چون سرعت رو زیاد کردم که از این رد بشم، حالا دو پایی باید برم رو ترمز. یعنی باور کنید، من بعضی وقتا به طرف میگم آقا اگر تو 5 دقیقه به من وقت بدی، من بهت ثابت میکنم که تو بزرگترین دشمن خانوادت هستی، که میای اینو میاری جلو 40 تن میشه 80,000 پوند، 80,000 پوند یا 30,000-40,000 پوند اتوبوس و اینها، و اینا رو برای چی؟ که یه دقیقه زودتر برسی به تویزر است، یه دقیقه زودتر برسی به مکدونالد. واقعا ما یعنی آمریکا هستا این. یا اگه شما میبینید یه نفر راهنما میزنه، مخصوصا نمرش رو نگاه میکنید، خب من 2 هفته پیش فلوریدا بودم، البته خب اونجا ماشینا معمولا دیگه الان بعد اون ماجراهای بعدی که پیش اومد برای توریستا، سعی میکنن ماشینای لوکال بهتون بدن که شمارش معلوم نباشه شما توریست هستین ویزیتور هستین اینا. وقتی میبینید تو واشنگتن مخصوصا داری میری میبینی یه نفر نمرش مال مینسوتا هست، و این معلومه که حالا با همه جی پی اس و اینها، الان میدونم این فرد یزدانی داره سر تکون میده میگه جانا سخن از زبان ما میگویی، آقا این راهنما میزنه میخواد بیاد یه دفعه وایت هاوس دیده بیاد اینجا یه خط هم عوض کنه بره، تا
تو تندتر میری اونم تندتر، حالا رود ریج و دعوا و فلانینا بماند، ولی ببخشید سربی احمق، شما نه سربی احمق، به این اجازه بده بیاد، هم اون سیف باشه هم تو سیف باشی، یکم که میری جلو میری خط این وری میرتش بیچاره، تازه نره. اگه ترافیک شلوغه چه 100 تا ماشین جلوت باشه چه 101، اگه ترافیک نیست حالا چه 4 تا ماشین جلوت باشه چه 5 تا، خب بذار بره. یکم تو رانندگی هاتون دوستان، مخصوصا خانما، ماشاءالله اون وقتا خانما خوب رانندگی میکردن، حالا به دلیل اینکه هی آقایون گفتن خانما مالتی تاسکینگ هستن، بله شما بچه رو شیر میدادی، خوراکم درست میکردی، با مادرت هم رو تلفن میپرسیدی، خب حالا من لیمو امونی رو انداختم چه کار کنم، 3 تا کار انجام میدادی، ولی رانندگی یکی از اونا نبوده، رو تلفن تکس فرستادن یکی از اونا نبوده، بچه تو ماشین داره ویدیو نگاه میکنه سر صدا میکنه یکی از اونا نبوده. نکنید این کارو، خانمه با ماشین و با بچه و اینها داره صورتشو درست میکنه میاد میپیچه جلوی ماشینای بزرگ، باور کنید. پری روز عصر من دارم میام که بیام به طرف 66 و فرودگاه و اینا، خب اینجا میگه از 7:30 تا 9:30 پارک نکن، از 4 و اینم تا 6:30 پارک نکن که ملت برن. حالا میای هیچ کی پارک نکرده، یه احمقی پارک کرده فکر کنه خیلی از زرنگی، 4 راهنماش روشن کرده کجا رفته نمیدونه. خب من پشت این بودم، راهنما زدم بیام اینم، یه خانمی معلومه اینا کارمندای دولت واشنگتنه، هی بوق میزنه، خب میخوای چه کار کنی؟ من که دارم تو رو میبینم، تو هم که داری منو میبینی، اگه منو دیدی، راهنمای منو دیدی، ماشینم بزرگه، خب راه ندی، کی زورش اینجا زیاده؟ خب احمق من که نشستم این بالا، من اگه تازه بیام بزنم تو رو له کنم بکشم، ممکنه مثلا این گلگیر ما یه طورش بشه. شیشه رو کشیدم پایین، بهش گفتم شما منو دیدی؟ گفت بله. گفتم سیگنال لایتم هم دیدی؟ گفت بله. گفتم چه دلیلی داره بوق میزنی و میخوای بری جلو من، بعدم ترافیک لایت هم میبینی؟ خندی؟ گفت I'm so sorry. خب همه که نمیگن I'm so sorry، یک شب اسلحه در میاره میزنه سوربی رو میکشه، خب چی کار کنه سوربی؟ نگه؟ خب این که نمیشه که. آقا خانم بذار بیان، بذار برن دنبال کارشون. حالا نمیگم شما همچی یواش برو که بگن ساندی درایور هر ماشینی میاد بپیچه جلوت، ولی بذارید مخصوصا اینایی که گم شدن، بعضی ها شعور دارن. این آقای یزدانی میدونه من یه کاری انجام میدادم که به ما اون موقع یه تیکتی میدادن کواری یعنی معدن سنگ، میگه آقا این بار رو ببر مثلا الکساندریا کوچه فلانی فلان. آقا نقشم داشتیم، ولی کی نگاه میکرد این نقشه رو؟ نمیشد پیدا کنی. خب حالا به مرور زمان یاد گرفته بودیم. من توی این آمریکایی‌ها موفق شده بودم برای که وقتی میرفتم اونجا یواش 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 نمیرفتم، هم ترافیک پشت سرم زدم با سرعت مجاز میرفتم، خیابونی رو که میدیدم میخوام بپیچم رد میکردم، میرفتم دور میزدم میمدم میرفتم داخلش. حالا اونی که قبل از من بود یواش یواش داشت میومد که خیابونه رو که پیدا میکنه بره داخلش. خانم آقا اگه خیابونی رو دیدی پسرت گفت مامان اینجا باید میپیچیدی، بگو مامان جون مرسی بذار برم دور بزنم برگردم، برو دور بزن، برو دور خطی نمیدونم چی بهش میگن بلاک دور بزن برگرد بیا، نپیچ جلو اونو. از اونجا به اونا میگم بهتون راه بدن، به اینا میگیم که به شما میگیم که نپیچید الکی جلو اونو. از قبل باور کنید من بی صبرانه درسته دیگه، منتظرم این ماشینایی که بهش میگن سلف درایور کار، یا بعضی هاشم میگن که نو درایور. اوکی. و از امروز توی واشنگتن بعد از اون ماجرایی که اوبر زد یه نفر کش یا ماشین آمازون نمیدونم کی بوده، دوباره دارن کار میکنن. بی صبرانه منتظرم که اینا بیان. اگه گفتید چرا؟ اینا بهتر از من و شما هستن. فکر کنید آقای یزدانی داره میره، منم پشت سرشم، مگر اینکه فامیل باشیم و با تلفن باشیم که من بگی سوربی من اینجا که رسیدم میخوام دم 7-Eleven وایسم،
و الا ما کامیونیکیشن با هم نداریم. این میره یه دم میزنه ترمز میخواد بره تو 7-11، من میزنم ماشینشو داغون میکنم. اون ماشینا با هم کامیونیکیشن دارن و خبر خوب دارن نقشه ها رو های دفینیشن HD میکنن. برید گوگل کنید راجع به این که از امروز شروع شده چیه و چه کار میکنه. و امان از تلفن همراه و تکس که از راننده های مست بدتر است. کاملا درست میگه آقای یزدانی. من باور کنید میگم این تکست رو باید آزاد بذارن که طرف آقا قشنگ گذاشته باشه بتونه اینجوری کنه، چون وقتی ممنوعه میارتش پایین. خود دوست اون آقای سعید کاووسی میگه من روزی 10 بار از جاده میرم بیرون ولی ماهرم بر میگردم. آقا یه دفعه بر نمیگردی، تکستتون رو بایستید کنار بزنید. یا من واقعا میگم اگه یه جایی باشه قشنگ میارم بالا میزنم. گفتم اگه پلیس هم بهم گفت میگم ببین به من تیکت بده، ولی به نظر تو تکس من اینجا باشه بزنم بهتره یا تکس من اینجا باشه یا وسط خشتکم باشه یا زیر فرمون باشه؟ بپرسید ازشون. اول نکنید این کارو، ولی اگر دیدید اینجوری بهتره لازمه بیارینش بالا قشنگ تکس بزنید. این روزا که 5 دلار میدی یه چیزی میخری میبندی این دستگاه تلفن تو اینجوری تک 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 میزنی میبین. و آقا امتحان کردن، آقای یزدانی امتحان کردن که ابیلیتی توانایی کسی که داره تکس میفرسه از آدم مست راننده مست کمتره. شما میگید از اونا بدترن، کاملا درست میگید. اینم از عجب برنامه یا از آقای ابهری و فاستر کیت شروع میکنیم به رانندگی و تعلیمات رانندگی ختم میشه. هنوزم ختم نشده، صبر کنید. اون وقتا یه شعری بود میخوندن، هی وقتی میگفت بعد میگفت بازم دنباله داره، بازم دنباله داره، از این شعرهای بند تنبونی چی بود، ترانسپورت شمس الاماره و اینها. و اما خب رئیس پلیس راهور ناجا هرچی گفت، براتون گفتم آقای فرزاد نیساری در سفر هستن، آقای رضا اسلامی و آقای مالک بیت مشعل قبل از برنامه خودم باشون بودم. این چیزایی که من روی کاغذ داشتم تموم شد. ابو علی سینا اگه کسی از داستان یا زندگی نامه حقیقیش خبر داره یا لینکی برامون بفرسته یا به اصطلاح خودش تماس بگیره تا حالا اول سینا به قدردانی من و شما احتیاج نداره، ولی اقلا اینا رو بشناسیم. یه چیزی بود اون وقتا میگفت با مشاهیر جهان آشنا شویم. این فیلم های خیلی خوبی هست. در اصلا من این فیلم فیزیشنی که دیدم خب خیلی آدم منم که اول سینا بود ایرانی، بعد یه دفعه دیدم آقا اول سینا رو اینا اینجوری خراب کردن. بعد که راجبش خوندم گفت این از روی یک رمان نوشته شده بوده. و اما بیایم ببینیم در این صفحه برنامه زنده برای شما چی گذاشتیم. دوستمون لینک میفرسه رو فیسبوک، لینک میفرسه رو ایمیل، لینک میفرسه رو تکس، من هر جا تونستم بلاکش کردم ولی بازم میاد. CNN یادم به یک چیزی رو حقا برای من فرستاده بود، سوربی جان بیا نگاه کن CNN نوشته که اینا اینقدر پول دارن. گفتم آقا شما تا امروز نمیدونستید که این آخوندا این پولایی که دوزیدن بالاخره یه جای قایم کردن؟ گفت چرا؟ گفتم پس چه احتیاجی به CNN داریم؟ گفت نه دیگه امروز CNN نوشته. گفتم حالا صبر کن، حالا چون تو فکر میکنی اینا CNN نوشته درست بخون برای من، درست بخون ببین چی نوشته. I report CNN، یعنی من میرم تو این صفحه، این صفحه بهش میگن open source یعنی یه منبع باز. اونجا می نویسم آقای فرد یزدانی میتونه مثلا 400 کیلو وزنه برداره، یا ایشون میره می نویسه سوربی دزده. من و شما باید احمق باشیم که این نوشته سوربی و این نوشته آقای یزدانی رو برداریم برای دیگران بفرستیم اونم به عنوان سند. انقدر این آی ریپورت سی ان ان بد بود، دیگران هم گذاشتن، فکر کنم فاکس و اینا هم گذاشتن، فکر کنم ورش داشتن، چون دیدن آقا چیز بی خودیه، ما خودمون با این همه کنترل این همه خبرهای بد و نادرست دارن به همون تزریق میکنن، حالا خودمونم بیان شرکت کنیم. برای همون آقای حخا گفتم آقا شما دقت کردین اسم شما هم داخلشه،
گفت کجا؟ گفتم اینها نفر چهارم نگاه کن نوشته شما اینقدر میلیارد دلار تو فلان بانک پول داری. گفت این که نبود. گفتم خب همینه، من اسم شما رو اضافه کردم، حالا شما هم اسم سوربی رو اضافه کن بفرست بره. چی میشه؟ من به آقای یزدانی میگم مزدور، اینشون که بنده خدا آدم خوبی به کس نمیگه، اون به من میگه، اون وزیر اطلاعات میخنده به ریش ما، میگه تا چند سال پیش هر از هر سه نفر یکیشون فکر میکرد اون دوتا مزدورن، الان از هر سه نفر ستاشون فکر میکنن اون دو نفر مزدورن. آفرین به کیا؟ به هر کسی که چپ و راست. یا آقای هست به نام بهزاد، این خب دو سه تا ریپورت درست داد، جالبم بود، یه چیزی بود که دربارش فکر کنیم، ولی دیروز بود یه ویدیوی فرستاده بود که این خانم مسیح علی نژاد رفته نمیدونم با احمدی نژاد خابیده تا تونسته. میگم آقا خجالت بکش آخه، چون مسیح علی نژاد به احمدی نژاد گفته خب شما که داری میری خارج مخالفاتم ببر که بیان اونجا صحبت کنن، اونم آوردتش، اینا با هم خوابیدن. بعدم توضیح میداد که وقتی میگن سکس دارین با هم نگین با هم خوابیدن، باید سکس رو ایستاده انجام بدین. باورتون میشه یه نفری که معلومه این خانواده نداره، این جداست از همسر و از بچه هاش، و این درد قربت به اضافه درد تنهایی زده تو کونش و مغزش و همه چیش قاطی کرده، میاد یه برنامه میذاره، بعدم اول که میاد 600 نفر 500 نفر نگاه میکنه، بعد میشه 12 نفر 10 نفر. چه ریپورت هایی داده بود، چه میدونم اون آقای مهدی زمانیه که این چجوری آمده دنباله اون حرف دوستمون که گفت آب سرکه و اینا، اینم بد نیست، یکم مزه نمک داره و گاز داره، ولی واقعا این گلودرد عجب بده. دعواتون شده بود با دوستتون دست بذاره اینجا تو هرچی کنه آقا در آقا خفه میشم، شوخی کردم ولکو، واقعا انگار یه نفر دست گذاشته گلوتون رو فشار بده. خب دوستان دنباله CNN و خبرها، من میخوام این خبر رو بهتون نشون بدم ببینیم که میگه چی. بعد خبرهایی که اینجا میخونیم بعد نیست اینا رو با خبرهایی هم که از تلویزیون های لس آنجلسی پخش میشه چک کنید. ببینید نوشته hundreds of thousand protest US troop presence in Iraq، میگه صدها هزار نفر، حالا هم صدشه جمع نوشته hundreds، هم thousandsشو، صدها هزاران نفر تظاهرات کردند به خاطر وجود آمریکایی‌ها در کجا؟ امروز هم هست January 24, 2020 by محمد توفیق. اوکی؟ حالا شما همینو اگر از آقای پامپو گوش کنی، پامپو میگفت که بله خیلی افراد آمدن تظاهرات کردن که ما اونجا بمونیم. چجوری میپیچونن اینا رو بر میگردونن، اون برای خودش مسئله هست، برای من و شما یعنی مسئله هست که من و شما باید عاقل باشیم، خبرها رو ببینیم چجوری باید بخونیم. میگه این هم یک عکس که نشون دادم، حالا ببینم این دیگه چیه، اینم از این. بله دوستان این ماجرای آخر زمان که اصلا ما امامی هم به نام آخر زمان داریم، شما میدونید چیه؟ فکر کنم انگلیسی ها بهش میگن دوم تایم. حالا آرماگدی داریم، اون یه دو سه تا کلمه دیگه هست و اینها، ولی دیشب تو خبرها این عکس رو نشون میدادن که به انگلیسی هم میگفت که معنیش این میشه، نگاه کنید، ساعت آخر از زمان، بشر از همیشه به پایان کار نزدیکتر است. حالا بیشتر بخونیم. اینو دانشگاه شیکاگو چیز کرده، طرفم گفت خب آقا شما چرا یه ساعت معمولی نشون نمیدی؟ این یعنی چی؟ مثل یه پیتزا اومدین
90 درجه از یک دایره رو بریدید، عکس یه ساعت مقوایی رو گذاشتید اینجا، چقدر هم حالا پول دادید به کینگ کوز یا اون فدکس و اینا. ایالات متحده آمریکا ساعت آخر زمان، بشر از همیشه به پایان کار نزدیکتر است. بیاین پایین ببینیم که چی نوشته. میگه که گروه بولتن دانشمندان اتمی روز پنجشنبه دیروز ساعت نمادین آخر زمان را 23:58.20 اعلام کردند. به این ترتیب از نظر دانشمندان دانشگاه شیکاگو تنها 100 ثانیه به نیمه شب که نماد آخر زمان محسوب می شود باقی مانده است. اگه شما فهمیدین یعنی چی لطف کنید به منم بگین. 100 ثانیه از 12 شب کم شده یا کم مونده یا باقی مونده. ساعت آخر زمان آخرین بار در سال 2018 میلادی ساعت 23:58 را نشان میداد، اما کارشناسان مستقر در دانشگاه شیکاگو در آمریکا اکنون بر این باور هستند که بشر 20 ثانیه به آخر زمان نزدیکتر شده و از همیشه به آخر زمان نزدیکتر است. گروه بولتن دانشمندان اتمی اولین بار در سال 1947 میلادی برای هشدار در مورد احتمال وقوع جنگ اتمی ساعت آخر زمان را اعلام کردند. احتمال وقوع جنگ اتمی سایر تهدیدها از جمله افزایش ملی‌گرایی، تروریسم، گرمایش زمین و احتمال بروز بیماری‌ها، دانشگاه شیکاگو برای اعلام فاصله 100 ثانیه‌ای بشر با آخر زمان، تکثیر سلاح‌های اتمی و تغییرات آب و هوایی بودند. بشر همچنان 2 دقیقه فرصت دارد. و اینو شما داشته باشید، حالا از اون بر ما گرفتار احمقی هستین به نام کی؟ ترامپ. به دوستم گفتم که این ویروس، یه ویروس اورنج داریم، میدونید که یک چیزی رو آمریکا ساخت به نام ایجنت اورنج و پخش کرد رو سر سربازای خودش تو ویتنام که ببینه این چه نتیجه ای داره. حالا ما یه ویروس اورنج داریم توی کاخ سفید، متاسفانه ما نزدیک هم بهش شدیم. بمانه این ماجرای ترامپ شارلاتان در داووس، اونجا هم با این دختر 16 ساله که به نظر من هم این دختره دیگه بیش از حد شورش کرده و عصبی، و من نمیدونم کدوم پدر و مادری اجازه میدن به بچهشون اینقدر نگران باشه. شما بچهت خواب میبینه، از خواب بیدار میشه، براش توضیح میدی که نه حقیقی نیست، فلان نیست، اگه صدایی هم بوده میگی نه خواب دیدی فلانی نه. خلاصه این بچه اونجاست، این دختر خانم 16 ساله، این نرخره مورنگین اورنج هم اونجا، دوباره اونجا هم به این پریده. و برید حتما مصاحبهشو راجع به این پسری که مخترعه است و این ماشینای برقی تسلا، که اسم تسلا رو در حقیقت همه ما فکر کنیم این لامپا و برق و اینا رو ادیسون و بل و اینا، نه خیر آقا، تسلا بود که بیچاره چه وضع بدی هم از لحاظ مالی داشت. اسم تسلا رو این زنده کرد. ماشین های شما میبینید نوشته تی تسلا، اسمش هست آقای ماسک، ایلان ماسک، فکر کنم مالی کشورهای اروپای شرقی هم باشه، راشا ماشا و اون ایست فلان ها. و یکی به همین ترامپ که افتخارش اینه که با این صحبت کرد، افتخارش اینه که با نمیدونم رئیس آمازون صحبت کرد و اینا، بگه احمق، اینا خارجی هن. اگه همه آمریکا مثل توی پوفیوز بودن که با پول باباشون به هیچ جام نرسن، آمریکا نابود شده بود. صحبت از آمازون شد، گند سعودی در اومده که حتی ماجرای خانوادگی این آمازون و هک کردن تلفنش و اینا زیر دست این پسر، این شازده ها، خدا همه رو از دست این شازده ها راحت کنه، یا اینکه عقل دار باشن مثل این پسره بیاد بگه آقا من نخواستم، نه پولتونو میخوام، مردشون پولتونو قیافتونو ببرم بلنش بر کانادا، چی اسمش، هریه مریه کیه، یه عکس دارم در اون رابطه، یا اینکه مثل شازده ما هنوز پول جیبیشو از مامانش میگیره، یا مثل این شازده عربستان مردکه دیوانه.
بذارید چند تا عکس بهتون نشون بدم بعد برنامه رو تموم کنم و برم. یه عکسی که اینجا بود من میخواستم به شما نشون بدم و اون رو پیدا کردم، به همون عکس رستوران بامیان بود. خب اینه، اجازه بدید من صفحه رو باز میکنم و دیگه حالا هرچی عکس آمد خوش آمد، همینجا با هم میریم و بعد از اینم دیگه شما من رو نخواهید دید. فقط اجازه بدیم این احان میشه کمرای دو، بله این اکثر من بزرگتر کنم و دوار باشم اکثر دیگه هم تو همین جا بگیرن. شما حتما ضرب المثل با یک تیر دو نشان زدن رو شنیدید، این میگه kill two birds with one stone، ولی هر کی اینو کشیده عجب سنگ بزرگی برای این دوتا گنجش یا دوتا پرنده بیچاره. و این خیلی جالبه، بذارید از نزدیکتر بهتون نشون بدم. میگه که درست به موقع راجع به عربستان سعودی، چون این پرچم مال عربستان سعودیه، این پرچم آیسیسه، میگه این و همین کار انجام میده، بهش میگیم بربری دید کالت، این فرقه مرگافرین و بربری که میگه این و این پادشاه عربستان سعودی و مسئولین و این شاه و شازده ها همین کار انجام میدن و اینها دوست و علای چی میشه همون دیگه دوست و با ما همراه هستن یا همگام هستن به قول آقای لاده. خب این گاهی وقتی چیزای قدیمی میاد و جالبم هستن. بذار من اینو نمیدونم چرا عکس ها که عوض میشه یک کمی گیر میکنه، این عکس ها اندازه کنم. حالا که اندازه های عکس هم هر کدومش یه چی، اگه همش هم اندازه کنیم نوشته هاش به هم میخوره. یا قابل دقت و توجه مصرف کنندگان بنزین، بنزین خالص بادوام. من اینو از تو تلفن نگاه کردم فکر کردم نوشته بنزین خالص بادام، گفتم ای داد بیداد بعد از شیر معمولی شیر بادام آمد آلموند میلک، حالا بنزین میلک هم میخوان بگیرن. بعد که اومدم خونه خوندم نوشته بنزین خالص بادوام، محصول معادن جماهیر شوروی را از پمپ ها که در میادین سپه شاهپور بوزرجمه بیرون دروازه قزوین نصب گردیده، هر پیمانه 7 قران و 5 شاهی بخرید که با حساب صحیح هر پول هر قوطی 4 قران از حیث ظرف و وزن نسبت به بنزین های با حلبی صرف خریدار است. 3 پیمانه شیشه از پمپ ها معادل است با 1 حلبی معمولا. تردید دارید امتحان کنید. هیچ کدام از شما این بنزینایی که تو حلبی بود خریده بودید؟ من یادم از شیراز بعضی وقتا وقتی میرسیدیم قادرآباد، اونجا پمپ بنزین میگه ما بنزین نداریم، شاید هم به دلیل اینکه میخواست بنزینای قطیشو بفروشه خیلی هم گرون بود. برای اینکه شما بفهمید طرفداران ترامپ بی سواد و ناآگاه هستن و کمی هم احمق تشریف دارن، ولی ایرانیاش نه، ایرانی ها ماشالله هیچی، این آمریکایی ها نگاه کنید. بله میگه ایشان از آفریقای جنوبی است. خیلی ممنون آقای یزدانی، میگن اون ایلان ماسک از آفریقای جنوبی. ببینید یک پیرنایی درست کردن اینا که بدن سیاه پوستا بپوشن و بیان تو تظاهرات برای ترامپ. از بس تعداد سیاه پوستا کم بوده که طرفداری از ترامپ کنن، این پیرنا رو دادن به این افرادی که نگاه کنید اصلا قیافه ها هیکلا رو شما نگاه کنید، تنفر، تنبلی، نادانی از قیافه هاشون. حالا ما میگیم به قیافه کسی قضاوت نکنیم ولی میباره، نوشته بلک فور ترامپ، آخه باید یه سیاه‌پوست اینو پوشیده باشه، یا اینجا نوشته هیل ام بلک اند ام فور ترامپ، یا اینجا نوشته بلکس فور ترامپ بماند. بله آها اینو بخونم شاید برای همه جالب باشه، حالا یک دو دقیقه هم دیر بشه دیگه آقای ارشاد ببخشید.
خلاصه ای از کنفرانس پیشگیری از سرطان و بدخیمی ها در برلین آلمان در تاریخ 2017 اب نداره، قدیمیه ولی براتون میخونم، توسط دکتر جورج مایکل. میگه عدم استفاده دوباره از روغن باقی مانده بعد از پخت و پز غذا، عدم نوشیدن آب میوه های گازدار از جمله نوشابه و دلستر و رانی و فلان، اینا تو ایرانه، عدم استفاده از مایکروفر برای پختن غذا، دوری از انجام ماموگرافی قبل از انجام زایمان، دوری از پوشیدن لباس تنگ و چسبناک به ویژه هنگام برگشتن از محل کار. یعنی شما اگر با لباس تنگ و چسبیده رفتی سر کار، حالا اونجا وقتی میخوای برگردی باید درش بیاری، لخت بیار، یا باید دوتا لباس ببری. و تو واشنگتن شما وقتی میری خانما رو میبینی که دوتا کفش داره، داره با کفش راحتی و ورزشی راه میره، ولی تو کیفش کفش پاشنه بلنده که سر کار که رسید اون کفش رو بپوشه. این خانما هم یه فیلمی هستن ها، چشمتونو ببندین از بالا دقت کنین، موهاشون رنگ میکنن قلابیه، پیشونیشون رو میکشن قلابیه، ابروشون رو نمیدونم میکنن خودشون رو شکل مریخیا قلابیه، چشاشون رو نمیدونم موجه میذارن قلابیه، لنز میذارن تو چششون قلابیه، میایین پایینتر دماغشون قلابیه، میایین پایینتر لب و اینها رو، حالا با غیر از ماتیک و فلان اینها، این روزا مثل ماهی خودشون رو با این چیه سوزنا میزنن قلابیه، میایم چونه و زیر گردن و اینها قلابیه، میایم پایینتر سینه ها یا پستان قلابیه، میایم پایینتر شکم و رفتن تراشیدن نازک کردن قلابیه، میایم پایینتر اون قسمت ها کاری نداریم پشتشون قلابیه، میایم پایینتر ای داد بیداد. بعدم میگن ما دنبال یک مردی میگردیم که راستگو باشه، حقیقی باشه، ای داد بیداد. خب دوری از مشروبات الکلی، دوری از گرم کردن مجدده غذاهای فریز شده، دوری از نگهداری آب آشیمویدنی با بطری پلاستیکی در یخچال، دوری از بکار بردن دودرانت خوشبو کننده ها بعد از اصلاح مو، مصرف سبزیجات، مصرف عسل به جای شکر. میگه به جای شکر این انجام بدین، آقا از بس گفت نکنید حالا ما بکنیم نمیفهمیم کدومش میگه. مصرف پروتئین های گیاهی، سویا و عدس و بادام و لوبیا به جای گوشت، مرغ، گاو. مصرف یک لیوان آب صبح، مصرف یک لیوان آب صبح ها بعد از بیدار شدن با معده خالی، آبی هم که همدمای اتاق باشد، آب سرد نخورید. تو آلمان دوستان من یاد گرفتم حتی آبجو سرد، میگه آبجو با تگری باشه، آبجو با لیوانش یخ زده باشه، نه آقا، آبجو باید روم تمپریچر باشه. دلیلش هم من به شما میگم، بدن من و شما 98 درجه هست، همیشه هوای بیرون 80، تو اتاق با بخاری میکنی 68، با کولر میکنی 78، اون عالیه، چون با تمپریچر بدن شما 10 درجه فارنهایت تفاوت داره. ولی شما آبجو گذاشتی توی یخچال، دوستمه میگه برو مواظب باش منفجر نشه، تو فریزر گذاشتی زیرو و بدن 98، خب معلومه میخوری همه چیت قلنج میکنه. این چاینیزا که 100 سالشه وقتی راه میره توی چاینا تاون شما نمیتونی بهش برسی، حتی با ماشین با این موتورسیکلتای کرایه‌ای با دو چرخای کرایه‌ای، برای اینی که امکان نداره خوراک بخوره همراهش چای بخوره، آب بخوره، آب سرد یخ زده. تازه اگر هم چیزی میخوره بعد از خوراک چای گرمه. و شما آمریکایی بیچاره نگاه کنید، میاد همبرگر اوردر میده، یه نوشابه بزرگم اوردر میده، اونا هم نصفی براش یخ میریزن، همچی که همبرگر رو میخوره چربی رفت داخل شکم، این یخ رو میریزه روش، به چربی میگه همینجا وایسا، هی به شکمش اضافه میشه. شما حق ندارید هیچ غذای گرمی را در ظرف پلاستیکی بخورید. آقا دیگه یکم دیگه بریم جلو، فوش میدی، حق ندارید چیه؟ پیشنهاد کن. این نهی از منکر شما شد امر به معروف با چوب کتک. شما حق ندارید در یک در لیوان یک بار مصرف پلاستیکی و مقوایی چای بنوشید. مصرف روزنامه هویج خام یا پخته به صورت آب میوه، پاسخ دادن تماس‌های تلفن همراه با گوش چپ، فاصله زمانی خوردن شام با خواب باید کمتر از 5 ساعت نباشد، عدم استفاده از تلفن همراه هنگام ضعیف بودن باتری زیرا تشعشعات آن 1000 برابر حالت عادی است، و دوری از مصرف آبجو، مصرف یک لیوان آبجو به مدت 5 سال روی کل اندام‌های بدن اثر می‌ذارد. ما خواستیم یک لیوان آبجو بخوریم و
این کوفتی هم اینو برای ما فرستاده. ما وقت دوری از نوشیدن چای داغ، دوری از دراز کشیدن بلافاصله بعد خوردن غذا، از این متن عکس گرفته به وزیران خود ارسال کنید داروخانه دکتر موسازاده. اینم باید یه روز دکتر موسازاده رو پیدا کنیم باهاش مصاحبه‌ای داشته باشیم. دوستان عزیز، از این که با تلویزیون مردم بودید ممنون و متشکرم، از این که برنامه سربی با مردم رو تماشا کردید بیشتر ممنونم، به قول دوستمون گفت ممنون ترترم. و آخر هفته است، این دوستمون گفت یه آبجو نخورید، شاید منظورش این بوده که دوتا آبجو بخورید. اگه مشروب میخورید، اهل مشروب هستید، به اندازه کافی بنوشید که شنگول بشین. و عکسای زیادی دارم دیگه، تو برنامه آینده سعی میکنم بهتون نشون بدم. تلویزیون مردم رو حمایت کنید، خیلی ساده صفحه مردمتیوی.com رو وقتی میرید نگاه میکنید، دو تا لوگو این طرف و اون طرف هست، یکیش نوشته دونیت، یکی هم نوشته همیاری. لطف کنید روی اونها کلیک کنید، بدون داشتن اکانت با پیپل هم میتونید کرای به اصطلاح حمایت کنید. فقط اون دوستون از کانادا گفت آقا این یا باید کردیت کارت داشته باشی یا دبیت، قبلا میذاشت بانک اکانت هم استفاده کنید، اونا هم این کاری کردن. حالا اگه نداری هم گفتم براتون، یه دوستی از کانادا 77 دلار آمریکایی یا 100 دلار کانادایی فرستاده، ما تا امروز نتونستیم اون پول رو بگیریم. خب این پول رو بدید به یه دوستتون اونجا، وایسید اون دوستتون برای ما بفرسته. طرف میگه آقا این سوربی پول میخواد، الان میخواد. اون چیزه بود جو که میگه به این راه نزدیکه، به این پول زیاده چه کار کنیم. دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش. آن این آقایی که گفتم از همه ایراد میگیره، حالا نه که خود ما نمیگیریم، بعد خبر داره که خانم مسیح علی نژاد با کی خوابید و اینا، این آقاست. بعد تازه خیلی جالبه میگه که شما خیلی تلاش نکنید من رو بشناسید، من که دارم همه چیمو اینجا نشون میدم. ببینید چقدر خنده داره. از اینجا حالا درسته مثلا کسی اگه تو اون شهر باشه میفهمه که مثلا این ساختمان فلان شرکت تو فرانکفورته، مثلا توی ساکسن هاوزنه، ولی اگه کسی میگه میبینه که دارم عمارت خونم هم نشون میدم، از بالکنی خونه نشون میده، میگه این نمای خونه من. آقا این نمای خونه تو نیست، این نمای شهره که تو از بالکنی خونت داری نشون میدی. در صورت برای ایشون هم من حتی گفتم آقا من خوشحال میشم که شما بیاین در برنامه باشید و با هم صحبت کنیم. دیگه چند بار خداحافظی کردم تا حالا؟ 3 بار. بس دیگه. خب روز روزگار بر شما خوش. شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، فقط چون سال هاست که دیگه مفتخوری رو تموم کردیم، باید هزینه کمی بابت همین اوورهدای کمی که داریم، اینترنت و برق و نمیدونم کامپیوتر رو اینها، پرداخت کنید، تماس بگیرید تا بهتون بگیم. و امید فردایی بهتر و آیندهی روشن‌تر. مرسی از برد دام